بینندگان عزیز با سلام به شما. برنامه امروز جمعه نهم ماه جون 2017 میلادی برابر با 19 خرداد 1396 را شروع میکنیم و امیدواریم که امروز شما بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز. حضور شما که عرض کنم مهمترین خبر بعد از اون تیراندازی و انفجار در تهران میشه گفت انتخابات انگلستان بود که دیروز این خانم تریسا می، میدونید که اصلا این انتخابات رو زودتر از حد معمول شروع کردن و وقت معمول اینها و فکر میکردن که تا طرفدارا رو از دست ندادن کابینه و دولت و حکومت خود رو نگه دارن، که نشد و الان پارلمان انگلستان به صورت معلق هست. اجازه بدید من این برنامه رو روی مردم تیوی هم، روی صفحه فیسبوک مردم تیوی هم پخش کنم و فهمیدم بالاخره اونایی که میگین روی مردم تیوی نمیتونم چی بنویسم، برای که شما دوست ما نیستید. خب بیان اقلا اون فرند رو بزنید، دوست بشید، کلیک کنید، بعد میتونید اونجا بنویسید. و اما توان امروز بود یه چیزی میخواستم بنویسم در رابطه با یه خانم فضانورد ایرانی، خانم مقبلی، که بین 18000 نفر 12 تا رو میخواستن انتخاب کنن و یک ایشون بوده. از روی ایرانیان انگلستان دیدم میگه باید ثبت نام کنی، اسم بنویسی، فامیل بنویسی، کدوم کشور هستی، کدوم شهر هستی، جنست چیه، زنی، مردی. بعد تازه ناز میکنه قبولم نمیکنه که مثلا با انگلیسی بنویسی. حالا ما به این سادگی هیچ انتظاری از شما نداریم، شما برای ما ناز میکنی. در هر صورت نمیدونم والا، ببینیم که چه باید کرد. شیر آن پیج یو منیج، می‌نویسیم سوربی با مردم. و شما هم اگر دوست دارید برنامه‌های ما رو با دوستانتون شیر کنید، اگرم دوست ندارید به اونها نشون بدید، شیر کنید، بگید بیان ببینید این چی میگه. شاید اونها بگن آره بابا شما درست میگی، این سوربی خیلی مزخرف میگه، یا اینکه به شما بگن بابا خب درست میگه. کی میخوای بفهمی؟ 9 جون 2017، کجا هستیم؟ USA، United States of America. از کجا پخش میشیم؟ از تلویزیون مردم، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان در آمریکا. فکر نمیکنم جای دیگه هم تلویزیون اینترنتی بود اون موقع ها، پس میشه گفت اولین تلویزیون اینترنتی در جهان. و اما امروز طبق قولی که چهارشنبه به شما دادیم، آقای جهانگیر شادانلو با ما خواهند بود تا در رابطه با کنفرانس ترکیه صحبت کنند و این نقش مارمولکی به نام پیمان عارف، یکی و دوتا نداریم مارمولک. آخرین بار که تماس گرفتم با آقای شادانلو گفت من در ترافیک روز جمعه پاریس گیر افتادم. من پارسال یا پیلارسال که پاریس بودم دیدم این ایرانه، این تهران، اینجا چاله کندن، اونجا لوله رد کردن، ترافیک نگو و نپرس و اینها. و شاید به همین خاطر هست که ایرانی ها میگن ما خیلی با فرانسوی ها نزدیک هستیم. در هر صورت میدونید که 7000 کلمه فرانسوی هم توی لغات ایرانی هست و اینایی که میخوان پارسی را پارس بدارن و پارسی صحبت کنن نمیدونم چه خاکی به سرشون خواهند کرد با این 7000 تا کلمه فرانسوی و خدا میدونه چند هزار تا کلمه روسی و آمریکایی و کشورهای دیگه. در اصل بهشون گفتم شما اصلا عجله نکن، اگر رسیدید که با هم صحبت میکنیم ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی حدود 56 دقیقه دیگه. اگه نه دوشنبه من اسکایپ رو باز میذارم، ساعت 3 با ایشون تماس میگیرم و امیدوارم که رسیده باشند و بتونیم با هم صحبت کنیم. آقای شادانلو رو من از سر ماجرای کتابی که یه وکیلی مجاهدین بهش پول دادن، یعنی خریدنش و این میگن قلم به مزد ها اینا هستن، خریدنش یه کتابی نوشته. بعد آقای جهانگیر شادانلو ایوبونه اونو برده دادگاه و اینها و کتاب رو جمع کردن توی فرانسه و گفتن دیگه این قابل چاپ هم نیست و اینها. حالا نمیدونم خسارتی هم با آقای شادانلو دادن یا نه، ولی بعضی وقتا اون پرینسیپال
اون اصل ماجرا بیشتر مهمه تا پول و این چیزا. خب و اما خبرها درباره عملیات تروریستی و اینکه ایران یه جوری این رو به عربستان به اصطلاح وصل و متصل کرده و گفته ها زیاده. اینایی که ما طرفدار اصلاح طلبان هستن میگن این اصولگرایان، اونایی که طرفدار اصولگرایان هستن میگن این تقصیر اصلاح طلبان هست. ولی آقای عالی پیام حالو یک مقاله کوتاه و خوبی نوشته و نوشته که وقتی شما سرگرم گشت ارشاد و مردم رو دستگیر کنید و بچه ها و نمیدونن لباسشون و موهاشون و اینها، داعش در حال به اصطلاح نقشه کشیدن و مطالعه که کجا رو بریم منفجر کنیم، کجا رو بریم تیراندازی کنیم و اینجوری میشه. اینا رو ول کنید، برید به اونها برسید، به کار و زندگیتون. و درستم میده. و اما در آمریکا دو روز اینجا ما نمایش موش و گربه داشتیم در مجلسین و اینها. مدیر اف بی آی یا رئیس اف بی آی اینجا میگن دایرکتور آمد و صحبت کرد و اینها. بعدن تازه الان معلوم شد که این خبرها به وسیله خود این لیک شده بوده بیرون، خبرها رو داده بوده به یه دوستش که تو دانشگاه کلمبیا هست که عمدن اون دوستش پخش کنه، بلکه بعد از اینکه این پخش کنه اینها برن به اصطلاح آقای ترامپ رو ببرن به همون اینجا میگن special prosecution، یعنی به اصطلاح اون استیضاح میگن، استیضاح مخصوص و اینها. حالا ببینیم اون یکی چه کار میکنه. ولی دیروز نتیجه صحبتهای این بیشتر این بود که ایشون عصبانیه که اخراجش کردن و خیلی ها بهش گفتن خب اگه شما میگی این کار غیر قانونی کرد چرا وایسادی تا موقعی که بهت کار داد و وقتی کارتو ازت گرفت آمدی شکایت کردی. این متاسفانه اشکالی هست که همه جا هست، ولی از یه طرف خب برای مردم هم خوبه، بالاخره وقتی یه کسی حتی بعد از این هم که از کارش میکننش بیرون میاد یه چیزایی رو میگه، این باعث میشه که وضع به اصطلاح مردم بهتر باشه، مسئولین بترسن که بالاخره اینی که امروز با منه فردا دشمن من میشه و اینها. ولی دزدی، بخور بخور، ببر ببر، بی انصافی، ظلم همیشه بوده و هست. امیدوارم یه روزایی در انتظارم باشه که دیگه این نباشه. دو روز نمایش موش و گربه در مجلسین آمریکا و هیچ خبری نشد. حالا یه سری هم نمایش موش ها بود در به اصطلاح به نام ما مردم، ما جنبش مردم، نمیدونم والا اینقدر اسم داریم، مثلا داریم نهاد مردمی، داریم جنبش ما هستیم، جنبش هسته، نمیدونم تلویزیون ما هستیم، جنبش پسته، نمیدونم جنبش حخا، جنبش 4-5 نفر دوباره تابستون و بیکار مدرسه تعطیله آمدن رفتن اینجا. حالا ببینیم قرار شده آقای کزیایل عزیزان از این نشستی که داشتن اونجا به شوخی براش نوشتن چی شد آقا، کی شاه شد، کی وزیر شد، کی میریم ایران، کی باید بلیط بخریم و چطور بود. نوشتون خوب بود، نوشتم چی بود، خوراک خوب، نوشابه خوب. گم نه آقا، خاک تو سرشون، دو تا ساندویچ بیشتر بهمون ندادن. و حالا قراره بنویسه اگر دلشان خواست یه وقتی بیاد چند دقیقه صحبت کنیم ببینیم یعنی چی، چه جوری هر کسی با بلندش بره. ما و مردم اصلا اسمشون هم یادم نیست، ما نشنیده بودیم همچین اسمی. آقای سینا دبستانی قربونت برم، آقای پرچیز نمیدونم فلان، آقای عزیزان، بابا نکنید، والا مردم میخندن ازتون. اگه خمینی و رفسنجانی و سازگارا و صادق قطب‌زاده و بنی صدر و اینها اینجوری خودشونو مسخره کرده بودن، هر یکیشون به یه نامی میرفتن توی سوراخی، هنوز تو فرانسه و توی عراق و اینها داشتن دنبال پول میدویدن. در هر صورت گفتم، به منم یکی زنگ زد که آقا بیا و اگه یه پولی باشه، یه خبری بشه، شما به مدیات کمک میکنیم، برای مدیات هم خوبه. گفتم نه آقا، من حالم خوبه، مدیام هم خوبه، شما برو دنبال حال خوده. انگلستان انتخاباتش و پارلمان معلق است. آقای خدابنده دیدم مقالاتی هم نوشته و اینها. و اما یه دوستی یک پیامی گذاشته برای آقای بابک هروی
به نظر من دوست عزیز شما درست میگی و خب هر کسی کتابی مینویسه بالاخره از منظر خودش خاطرات خودش رو نوشته. البته به نظر منم یه مقداری عجیب بود که آقای بابک هروی چون دیپلم بوده و دیپلما میدونی یا میشدن گروبان بسیگی به سهمیه گروبان و اینا داشت که این هم یه چیز مزخرفی بود، یا میشدن سرباز، حالا بعضی هم میشدن سرباز یک یا سرجوخه حتی که نمیدونم. در صورت بعضی هم به من زنگ زدن گفتن که آقا این که مثلا توی توپخونه و فلان اینها، بله اگر افسر کشته بشه، گروبان کشته بشه یا نباشه، ممکنه سرجوخه و یه سربازی مثلا مسئول باشه، ولی افراد توپخونه، حالا 5 نفرن، 6 نفرن، 9 نفرن، 7 نفرن، من نمیدونم، بستگی به اون توپخونه، چون من با وجودی که سربازی در لشکر پیاده و تیپ پیاده کردم، ولی چون نیرو مخصوص بودم من چتباز بودم، اون قسمت توپخونه و سلاح سنگین و اینا نمیدونم، همون جسه اتفاق ما جسه هایی که داشتیم تاشو هم بود، کوتاه بود، برای که با چت که بخوای بپری این باید کوتاه باشه، نمیدونم. ولی این که یه سرباز یک به اصطلاح فرمان بده تو بزن تو ببر اینها، من تو شرایط جنگی نبودم، نمیدونم به اصطلاح سلسله مراتب اونجا چجوری ممکنه عوض بشه اینها. ولی این دوستمون چیزایی که گفته من پخش میکنم. ممنونم دوست عزیز، پیغام گذاشتی، اسمتون رو گفتید و اینها، و ما باید به یه جایی برسیم به دیگران احترام بذاریم. شما هم همین کارو کردی، آخرش هم گفتی بله ایشون نظر خودشو نوشته و اینها، بله درست. ببینید یک نفر ممکنه پشتی ساختمون باشه، اون از دید خودش وقتی مینویسه میگه اون ور تاریک بود، اون از اون ور که مینویسه میگه این ور روشن بود، دو نفرن یه جا توی محل، ولی یکیش روشن بوده یکیش تاریک بوده و دوتاشون هم درست میگن. بشنم چون ایشون لطف کرده پیغام گذاشته، ما هم بهشون احترام میذاریم و پخش میکنم. سلام عرض میکنم آقای سوربی. بنده صاحب جمعی هستم، از کالیفرنیا تلفن میزنم در مورد صحبت‌های آقای بابک هروی. مسائل ایشان مطرح کردن که یه مقداری احتیاج به تحقیق داره، من فکر میکنم. خیلی ممنون، شما کاملا درست گفتید. اصلا اصل نوشتن کتاب، یا من خودم دو سه روز گذشته داشتم فیلم های عباس و دوران رو نگاه میکردم، دیدم ماشاءالله الان پسرش امیر دوران یه یلی شده، مهندس هست و اینها، و همینه دوست عزیز که شما یه جایی یه چیزی بشنوی، یه مقاله بخونی، بری تحقیق کنی. ای کاش شما تحقیق میکردی بعد زنگ میزدی، میومدی میگفتی مثلا اون شبی که این آقای هروی گفته چنین و چنان اینجوری نبوده، اینجوری که درباره بسیجی ها میگه اینجوری نبوده، اینجوری که درباره جهاد سازندگی میگه اینجوری نبوده. ولی دیدیم که دوستمون سعید نوشت که بله برادر ایشون برگشت به پادگان داوطلبانه و اصلا مفقود الاثر شد. ایشان بهتره که در مورد اظهاراتشان نسبت به وابسته بودن داعش به ایران و بشار اسد بیشتر توضیح بدن و مدارک و اسناد ارائه کنن. ببخشید، بنده هم میتونم ادعا کنم الان که طبق صحبتهایی که ایشان میکنن آقای هروی هم مثلا عامل سازمان سیا و از عوامل سلطنت طلبا هستند. همینجوری که نمیشه صحبت کرد. که یک، دوم، ایشان به اظهارات، بنابر اظهارات خودشان 18-19 سالشان بوده که در جبهه بودن و یک سرباز بودن. من فکر نمی کنم که این صحبت هایی که مطرح می کنند به عنوان یک مرجع مورد اعتماد بشود که ازش استفاده کرد. به عنوان یک درد دل و یک خاطرات، بله هر کسی هر چی دلش میخواد میتواند که بنویسد و منتشر کند، ولی از باب این که
کرد و در موردش تفکر و تعمق کرد، بنده فقط این کتاب رو به عنوان یک سری خاطرات، خاطراتی که به احتمال خیلی زیاد قاطی هست با یک مقدار احساسات و خلقیات و سلایق شخصی. خدا نگهدارشون. بسیار ممنونم، خیلی آروم شمرده صحبت کردن و من این پیام رو برای آقای هروی هم فرستادم و ببینیم چی میشه. خب خیلی جالبه، من از دو نفر دعوت کردم که مهمان برنامه ما باشه، یکیش یه آقایی بود، یکیش یه بانویی، و اون آقایه نوشت که بذار براتون بخونم، حالا اسمشو نمیگیم، نوشت که پارسا جان دم شما گرم و موفق باش. نوشتم که سلام، ممنونم که پاسخ دادید. البته این پاسخ شما پرسش من را بیشتر کرد. به قول آمریکایی‌ها yes, no, maybe so، بله، نه، ممکنه. چرا ما ایرانی‌ها هنوز هم رک و راست و بی پرده صحبت نمی‌کنیم؟ آخر هفته خوبی داشتیم. ایشون جواب داده که آره و اینا، خیلی چیزا رک و رک پوسکنده، ما خیلی مخلص سرکار هستیم. ببینید دوستان، به یه نفر میگی که آقا بیا میخوان باید مصاحبه کن، این دوستان فعالین جامعه ما هست. اون خانم هم توی تلویزیون کار میکنه، همین تلویزیونی که این روزا سر صداش هست و اینها، بعد اونم نشته خیلی ممنون. کارمون خرابه، یعنی مثل این که داداش شما دعوتت کنه بگه جمعه بیا خونه ما، شما بگیم خیلی ممنون. البته سالها پیش، 42 سال پیش، با داداشم رفتم بوشهر و اون نیروگاه اتمی، اون موقع آلمانیا اونجا بودن و ما صبح خیلی زود رسیدیم. اون آقای لطف کرد، در رو که باز کرد گفت که الان این قسمت بوفه هم باز میشه و صبحونه میخورین. داداش من که انگلیسی باهاش صحبت میکرد گفت که تانکیو، ممنونم. مردی نگاهی کرد گفت ممنونم، بله ممنونم، نه خیر ممنونم. عصبانی شد اصلا. بعد گفتیم بله بله میریم میخوریم، جای شما خالی، خیلی هم خوشمزه. بله، یه دوست نوشته شرایط ایران در این ماها بسیار آن. آقای بهرنگ پیرزامن بیان، نمیدونم این وقت انگلیسی و فارسی فامیلا اون میندسیم یک کمی قاطی پاتی میشه. بله، شرایط ایران در این ماها بسیار حساس است و باید این مزدوران و دست نشانده ها را معرفی کرد که دیگه نقش سوپاپ اطمینان را نتوانند بازی کنند و دوباره به ناکجا آباد برویم. دوست عزیز، منظورتون کیه؟ نوشتن که قبلش امیدوارم راهتون راست و در راستای آگاهی مردم و آزادی و رهایی ایران زمین باشن. حالا تلاش خودمونو میکنیم، بعد نمیدونیم حالا دیگه چه شود. میگه تا که مورد قبول واقع بشه یا نه. شما رضا اصلانی رو میشناسین؟ رضا اصلانی کسیه که تحقیقاتی و مدارکی در ادیان دنیا داره و کتاب نوشته تو برنامه های تلویزیونی و الان هم یه برنامه‌ای داره توی CNN به نام Believers اگه اشتباه نکنم، و برنامهش هم خوبه، کلن هم درسش خونده بلده، هم کارش خوب انجام میده. این آقای رضا اصلانی توی توییتر یه چیزی نوشته بود که حمله‌ای بود به آقای ترامپ، و میدونید که الان این مثلا دختر خانمی رو که گرفتن، دختر خانم 25 ساله‌ای که گفته به اصطلاح مدارک رو رفته داده که اینا اینجوری بوده و فلان، مال NSA، خانم ریالیتی وینر، این خیلی ها میگن این قهرمانه، خیلی ها میگن این خائنه به مملکت. حالا میگم درست این همون چیزی که این دوستمون پیام گذاشته بود و گفتیم نظرها متفاوته، و بذارید من این نوشته رو برای شما درست کنم بذارم اینجا. سه بار هی میکشیم میذاریمش، هی در میره مثل کش تنبور. بله،
میگه که توییت توهین‌آمیز رضا اصلان خبرنگار ایرانی آمریکایی ایرانی آمریکایی شبکه CNN که طی آن رئیس جمهور آمریکا را کثافت لقب داده و وی را مایه خجالت بشریت دانسته بود، از صفحه حساب کاربری آقای اصلان در توییتر حذف شده است. هنوز معلوم نیست حذف این توییت اقدامی شخصی از سوی آقای اصلان است یا به خواست مدیران ارشد CNN انجام شده است. اون متنی هم که آقای اصلان نوشته که This piece of shit is not just an embarrassment to America and staying on the presidency, he is an embarrassment to humankind. میگه که این پیس آف شد، دیگه ببخشید، این تیکه مدفوع آقای ترامپ رو میگه، نه تنها باعث خجالت و سرفکندگی آمریکا و لکه ننگی بر رئیس جمهوری آمریکا هست، بلکه باعث سرفکندگی انسانیت و بشریت و هرچی که بگید میشه. البته زیرش دونالد ترامپ نوشته بوده We need to be smart, vigilant and tough. We need to بدونید اصلا نوشته های دونالد ترامپ دیگه خود اینها هم که باهاش کار میکنن گفتن که نوشته هاشو خیلی اهمیت ندین، این چیزای خودشه، به اصطلاح نظر خودشو مینویسه و اینها. همونا آمدن بعدن گفتن که نه، چون رئیس جمهوره وقتی یه چیزی مینویسه، مثل اینه که یه حرفی زده توی یه جایی، درسته که تو مجلس نیست، درسته که به عنوان قطعنامه، به عنوان چی میگن قانون نیست، ولی بازم یه نفر که مسئوله نباید اینجوری حرف بزن. در صورت روزگار خیلی بدی هست و امیدوارم این آقای بهرنگ اگر برنامه رو هنوز میبینه به ما بگی شما راجع به کی دارید صحبت میکنید. و این شرایط حساس، من الان 20 ساله تو کار رادیو تلویزیون هستم، همیشه اینو شنیدم، ایرانی ها مخصوصا میگن این موقع، و تو خانواده هامون هم همینجوری بوده، الان تو این شرایط تو به بابات میگی من کتاب میخوام، حالا از راه رسیده خسته است، فردا صبح بابا میخواد بره سر کار، الان تو این شرایط که بابات میخواد بره سر کار تو میگی من کتاب میخوام، بابا الان تو این شرایط که بابات شام خورده میخواد استراحت کنه تو میگی من کتاب میخوام. آقا خانم چه شرایط حساسی؟ تفاوت امروز با دیروز چیه؟ بله 5 سال بود توی ایران از این کشتارا و نمیدونم کشتار نیروچی اتمی و دانشمند اتمی و تیراندازی به مردم و اینا نبود، ولی بالاخره شرایط همین بوده که هست. حالا آقای خامنه‌ای هم میگه این ترقه بازیه که لابد فرده اونا بیان بزرگترش کنن بگن بفهم شما گفتی ترقه است، حالا ما رفتیم نارنجک آوردیم، بگو نارنجک میریم بمب میاریم، بگو بمب میریم نمیدونم موشک میاریم، نمیدونم یه مشتی آدم خلوچل ریختیم دور هم دیگه، خداییش بهتون بگم بدون هیچ تعارف. و اما ما توی برنامه قبل نمیدونم همینجوری صحبت پیش میاد، راجع به رضاخان صحبت کردیم که رضاخان یه آدم تریاکی بوده. دوستمون نوشته آقا شما همین اول برنامه دوباره حمله کردی به پهلوی، کجا ایشون تریاکی بوده؟ میگم خانم من که اون موقع باهاش تریاک نمیکشیدم که، بعدم من که خودم گفتم عموی خود من تریاک میکشید، آدم دارم فامیل داشتیم آخوند بوده آقای مج تریاک میکشیده، نصف ایرانی ها تریاکی بودن، شوهر عمه خود من تریاک میکشید، ماشاءالله وقتی هم صبح تریاک میکشید بلند میشد میرفت سر کار آسیاب داشتن، آسیاب شیخ تو شیراز، این گونیای پر آرد، میدونید آرد خیلی سنگینه چون دیگه هیچ فاصله وسط ذرات چیزش نیست، بلند میکرد که ما دو تا جوون نمیتونستیم بلند کنیم، ولی عصرم تا میومد یکی از دخترمای من، ماشاءالله 9 تا خواهر برادر بودن، یکی از اونها مسئول بود که چایی و منقل و وافور ایشون حاضر باشه، خیلی هم از اونای دیگه، از بابای من 67 سال عمر کرد، خیلی هم از اون بیشتر عمر کرد. من نمیدونم ما چه اشکالی داریم که حقیقت رو هم نمیخوان قبول کنیم. بعد میگم خانم اصلا ایشون معروف بوده که رضاخان ایستاده تریاک میکشیده، بعد میگم خب بله صبح قبل از اینکه بره سر کار یه بس میزده، ما گفتیم پس چی شیر و خونه داشته از صبح تا از تریاک میکشیده،
خب مثل همه ایرانی ها صبح یه بس میزده میرفته، لابد عصر هم که میمده یه بس میزده. حالا اگه عصر هم نمیزده، حالا اون یه بس ما به شما تخفیف میدیم، ما سری یه بس تریاک، اونم آقای رضا شاه که مرده که با شما دعوا نمیکنیم، شما دوست ما هستید، خواهر گلمون هستید. ولی من نمیدونم، خب وقت شما میدونی رضا خان تریاکی بوده، حالا اگه سوربی گفته تریاکی بوده، دیگه چرا میای مینویسی نبوده که سوربی هم عکس بفرسه، مطلب بفرسه، آهنگ این آقای کی بود که میگفت بنگی بوده معتاد بوده بفرسه. خودتون ها ببخشید ها، خودتون یه جورایی دلتون میخواد که این ماجرا خاموش نشه. آقا خانم مرد، رضا شاه، رضا خان رفت، یه آدم قلدر بی سوادی، شماها میگید خیلی نابغه بوده، ما میگیم نه خیر، نابغه نبوده، شرایط زمان مکان و اون دستور انگلستان یه جوری بوده که تو این 16 سال یه تحولاتی اونجا انجام بگیره. اگه اینجوری شما میخواین ما رو مدیون رضا شاه و نمیدونم شاه بکنید برای یه دانشگاه و برای یه پل قطار، خب بس باید بعداً بدهکار این آخوندان بشین، برای تلفن بی سیم، برای کامپیوتر، برای نمیدونم راه‌ها و جاده‌ها. نکنید این کارو، اینا وظیفه‌شونه، پول میگیرن، دندشون نرم، حقوق میگیرن، نوکر و خدمتکار مردم هستن. شما حقوق میدی که خدمتکارت باشه، تا اونجایی که کار کرده وظیفه‌اش بوده، اونجایی که دزدی کرده اومده 5000 قطعه نمیدونم دعات و ملک و اینها رو به نام خودش کرده، گند زد، قدرت خرابش کرد، بعدم بچهش اومد خرابترش کرد با اون قانون نمیدونم اراضی چی بود. نکنید دیگه، بذارید آقا این زخم ما بذارید خوب بشه دیگه، هی زخم رو باز میکنید، یکم هم نمک میزنید دوش که ما داد بزنیم، بعد میگه آقا چرا داد میزنی، یه زخم کوچولو که داد نداره. بابا زخم رو زدید بذارید، ما دست گذاشتیم روش، ولش کنید این زخم بسته بشه، نه بازش کنید نه نمک بریزید روش. ممنونم، متشکرم. به نوشته دوستمون خانم نیر، رضا خان تریاکی بوده، روزی یه بس میکشیده. حالا بس هم ما داشتیم، بس بعضیا یه بس یه نخود میکشیدن، بعضیا نمیدونم چند نخود میشد، یه مسقال، اون وقتا نخود و مسقال بوده، بعد شد گرم و لول. خب رضا خان تریاکی بود یا نه؟ صبح قبل شروع کار یک بس ایشون میزدن نوش چه. عکس رضا اصلان هم نشون دادیم، توییت شو پیام بابک هروی رو پخش کردیم. و اما بحران قطر، آلمان خواهان شکیبایی ایران شد. میگه الان چند روزه تو قطر این ماجرا پیش اومده و ببینید که بازار مارکت اروپا و دنیا و اینها به هم ریخته. چجوریه که 38 ساله دنیا تحریم کرده به ایران، ایران رو، و هیچ جا مارکتش بالا پایین نشده، پس ایران دروغ میگه. خدا پدرتو بیامرزه، شما تازه داری حرف ما رو میزنی. میگی ما که میگیم از روز اول این آمریکایی‌ها با ایران دوست بودن، همین آقای دیروز مرد، آقای عدنان خاشقچی، که ما به اشتباه میگفتیم خاشقچی ولی خاشقچی، 82 سالش بوده، پارکینسون هم گرفته، مرده. ایشون یکی از اونایی بود که تو همین ایران کانترا دلال اسلحه بود. ما نمیخونیم، وقتی هم میخونیم یکی میاد میگه آقا اینی که خوندی بنداز دور، این چیزی که من شنیدم قبول کن. آقای سهراب چمنارا، این اینجا دیگه میبینی کچل شده، ایشون موهای منو کنده، میگم آقا شما میگی تاریخ، من رفتم تاریخ یونان رو آوردم گذاشتم، میگه که کوروش اینجوری کرد، رفت جنگ کرد، دوباره 10 سال دیگه بعدش رفت، اون انقدر خونخوار شده بود 10 سال دیگه که اینجوری کرد و اینجور کرد، مادر یکی از این جوانایی که کشته شده بود پول داد و سرباز استخدام کرد، آمدن کشتن، سرش بریدن، گفتن بفرما. بعد ایشون میگه نه این یه نقاشی بوده. خب آقا برو یقه اونا رو بگی، برو سوشون کن، بکشون به دادگاه، من چی کار دارم این واسه؟ من یه جوان 20 ساله‌ای بودم، 25 ساله‌ای بودم، 4 تا چی اینور اونور شنیدم، بعد رفتم تحقیق کردم، کتاب تاریخ هرودوت هست، کتاب نمیدونم تاریخ فلان، میاری اینا رو میخونیم، وقتی میذاری میبینی همین جوره. آقا شما که میگی کوروش اینجوری کشته نشده، شما من بگو کجوری کشته شد؟
تو رخت خوابش تو تخت خوابش کشته شد. شما به من بگو داستانش چیه. آقا دیگه همه دنیا میدونن اسکندر رفت همه دنیا رو گرفت، به هندوستان که رسید یه هندی بلایی زخمش زد که همون کشتش، چرک کرد و کشتش اینا. البته بعضی هم میگن که اسکندر هم جنسگرا بوده و اون موقع از مرض اید مونده. من چه میدونم آقا، ما یه چیزی میگیم که این برنامه پر بشه و بگذره، شما خیلی ناراحت نشو. کاکو جون تا آخر دیدم شانس آورده تو بیابون بهش تجاوز نکردن. زمینن به دستاش نگاه کن، مملکت روی نفت خوابیده، دستکش پلاستیکی نداره، والوالین به دستش چسبیده، خاک عالم بر سر شیخ و خاک عالم بر سر شاه. حالا این چیه؟ یه ویدیو یه دوست من فرستاده که یه خانم ایرانی راننده است و از این ماشینا دیدید که اینجا هست، مثلا 8 تا 13 تا ماشین میذارن رو کامیون میبرن. و این خانمه، اون روز هم یکی دیگه دیدم که با شوهرش رانندگی میکرد و اینها، گفت که 15 سال همراه شوهرش رانندگی میکنه. اینم یه خانمی هست که رانندگی میکنه. حالا چرخ کامیونش خراب شده بود، این والوالین یه نوع گریسی هست که تو حرارت زیاد هم به اصطلاح آب نمیشه و اصلا یه چیزی مثل عسل، از عسل سفتر، مثل حلوای ارده اینجوریه. و یه چیزی هم به شما بگم، همینجام که دستکش هست، خود منم صد تا صد تا از این دستکش ها میخریدم. شروع میکنیم با دستکش کار میکنیم، بعد یا توش عرق میکنه یا میگیره یه جایی پاره میشه یا اصلا گرم میشه، دستکش رو در میاری میگی بابا دست بهتره. بعدم تو ایران که میرفتیم بعد دستمونو با گازوئیل میشستیم، که حالا اصلا اینجا میگن اصلا شما دست بزنی به پترولیوم یا به بنزین، به گاز، به گازوئیل فلان، از طریق پوست جذب میشه. خب این تفاوت اینجا با اونجاست، این تفاوت سالهایی که گذشته. و ایشون نوشته شما خبر دارید که تو ایران تریلی چنه؟ نه والا، ولی دیدم ماشینا خیلی لوکس و سوپر دوپری آمده. حالا از دوستان اگر وارد هستن سوال میکنین. وقتی هم میگیم تریلی، منظور شما هم هورسش، کلش، اسبش با به اصطلاح دمش هست، با تریلیش هست، که 18 چرخ میگفتن تو ایران. اینجا بعضیا هست چند تا چرخ داره خدایا، 18 تا 8 تا 24 تا میشه، 18 و 8 26 تا چرخ داره. از بس چرخ زیاد داره بهش میگن هزار پا. میدونید اینجا به هزار پا میگن سنترپید. بعد به این ماشینا میگن تریلیایی که سنترپید هست دیگه، دو تا اکسل عقب، دو تا زیر نیست، 4 تا اون وسط اون زیرا هست. بمانه. خب آها، اسم اینا که دنبالش میگشتم، ما شورای مردمی، یکی دیگرش هست نهاد مردمی، یکی دیگرش هست کنگره فخرآور، یکی دیگرش هست تلویزیون ما هستیم. همه اینا همشونو بذاری رو هم 100 نفر نمیشن. تازه این 100 نفر رو اگه جمع کنید یه جا بگید خب کی میخواد رئیس باشه، همشون میخوان رئیس باشه، هیچ که حاضر نیست زیر دست اون یکی کار کن. و این اسمای دهن پرکن و بزرگ پوچه پوچه پوچه. میگی نه آقای سینا دبستانی، شما بیا به من بگو این ما شورای مردمی چه سازمانیه؟ سازمان سیاسی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، کجا به ثبت رسوندیش؟ شما خونه دو تا خیابون، اگه هنوز جای خونه قدیمی باشی دو تا خیابون با ما فاصله داره. یه بار بهت گفتم بیا، گفتی نه، وقتی که با بهکام بودم به من حمله کردی. آقا من ازت انتقاد کردم، شما دیگه جواب نداشتی، درست گفتم، شما و بهکام دروغ گفتید. حالا 4 روز دوباره همونایی که با هم دشمن بودید برمیگردید، اون وقت یکی دیگه‌اش این سعید عابدینی عقب افتاده. چون کسی که ببخشید، حالا علی طاهری هم دوست، علی ترابی هم دوستمونه، دیگران هم دوستمونه، کسی که مسلمونه، مسلمونی رو ول میکنه میره مسیحی میشه، این یعنی دوست داره به عقب برگرده. یکی با آقای عطابکی اینجا تو کباب بازار گفت خب مرد عزیز، تو که 600-700 سال رفتی عقب، یه 500-600 سال دیگه میرفتی عقب، اقلا کلیمی میشدی که یه پولی بهت بدن، یه دستی رو سرت بکشن. حالا این مردی که احمق سعید عابدینی که رفت زندان و بعد اومد اینجا، حالا
گندش بالا اومده. ما اون موقع میگفتیم آقا این خانمش که تو این تلویزیون فاکس هی از چپ و راست میارنش، برای چی میارنش؟ این فاکسیات دزد با پاسبان نمیشه دستشون بدی. این خانم جوان از این کانال تو اون کانال، از این کانال تو این برنامه تو اون برنامه، معلومه خوششون میمده. بعد که دیدید فاکس چه خبر بود، آقا از زندان ایران که اومد خانمش طلاق داد، بچه‌ش نمیدونم زده، اصلا برید نگاه برید بزنید. اون روز با آقای ترشیزی گفتن. اون وقت جالبه این آقای سعید عابدینی تو کنگره فقرآور هست، توی ما شورای مردمی هم هست، اصلا بعضیا هست هر جا آشه اینا فراشن، هر جا یه اسمیه میبینید اسمشو مینویسه. یه تلویزیون عقب افتاده این نوشته بود نمیدونم برای فلانی فلان. میگم آخه این بدبخت خدا زده که نمیتونه یه تلویزیون اداره کنه، هر چیزی میخونه اسمش نوشته اونجا، برای که میخواد اسمه رو معروف کن. حالا معروف شدی تازه که نشدی، چه غلطی میخوای بکنی؟ درست دوستان کارمون خیلی خرابه. و اما 10 کشور با بیشترین آمار زندانی در جهان. خدا وکیلی وقتی من اینو دیدم گفتم بذار نگاه کنم حتما یکیش ایرانه، چون میدونی از لحاظ تعداد زندانی یه مدت میگفتن اول چین، البته اونا 2 میلیارد چقدر جمعیتشون، 1 میلیارد خورده، بعد ایران. ولی من اینو که خوندم حالا به شما نشون میدم، اینجوری که اینها گفتن نیست. البته پیام این دوستمون رو پخش کردیم، خط سیر هواپیماهای قطر رو بهتون نشون بدم. ممنونم از این دوستمون از خلیج فارس این رو فرستادن. و ببینید که قبل از این ماجرای تحریم قطر پروازهای قطر چجوری بوده و بعدش چجوری هست. نگاه کنید اینه، میخواین بزرگتر بهتون نشون بدم که اون افته رو بیفورش هم ببینید راحت. و اینجا تا اینجا ببینید دوستان، اینجا نوشته بیفور یعنی قبلا، و اگه نگاه کنی هواپیما از رو همه کشورها میپریده و میرفته و میمده ببینید. ولی الان اگه نگاه کنید فقط از طریق ایران باید بیاد بره ببینید. و خب این به نفع ایران میشه، چون هواپیماها وقتی که از آسمان یک کشور دیگه استفاده میکنن باید به اصطلاح حق عبور بدن و اینها. و نمیدونم فعلا میگه که خدا خواسته برای آخوندها. و اما ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. آن این در رابطه با واکنش‌های جهانی به انتخابات بریتانیا، این مقاله رو من دیدم نوشته مردم بریتانیا امروز جمعه 9 ژوئن یا جون که از خواب بیدار شدن دریافتن قمار می ترساد یا ترسا می نخست وزیر برای اعلام انتخابات زودرس با شکست روبرو شده و اکثریت پارلمانی حزب محافظه‌کار حزب حاکم جایش را به پارلمان معلق داده است. یعنی هیچ کدوم از این احزاب نتونستن حد اکثر رأی رو بیارن. ترسا می نخست وزیر بریتانیا 7 هفته پیش به نحو غیر منتظره ای انتخابات زود هنگام اعلام کرد، با این توجیه که او برای مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا یا همون برگزیت به اکثریت بزرگتری در پارلمان نیاز دارد تا برنامه‌هایش را پیش ببرد. اما نتیجه انتخابات از دست رفتن 12 کرسی برای حزب محافظه‌کار بود و اکنون خانم می در ائتلاف با حزب دموکراتیک و وحدتگرای ایرلند شمالی دولت تشکیل داده که اکثریت پارلمانی این ائتلاف فقط 2 کرسی خواهد بود. این نتیجه امواج شگفتی را در اروپا و حتی تمام دنیا منتشر کرد. گونتر اونتینگر کمیسیونر بودجه اتحادیه اروپا با توجه به نتیجه انتخابات بریتانیا درباره این مذاکرات، خروج در تاریخ تعیین شده یعنی 10 روز دیگر آغاز شود، اظهار تردید کرد و گفت که وقتی دولتی نباشد مذاکره هم نیست. کار بلت نخست وزیر سابق سوئد نیز رهبری خانم می را در توییتر زیر سوال برد. آشفتگی خطر بعدی را هم همراه می آورد. هزینه فقدان رهبری واقعی را باید پرداخت کنند.
گیفر هوفشتاد رئیس اتحادیه لیبرال و دموکرات های اروپا در پارلمان اروپا هم با لحنی تند به خانم تریسا می انتقاد کرد. یک گل دیگر به خودی زد، اول کامرون و حالا می. میدونید که اون آقای کامرون، دیوید کامرون هم استعفا داد وقتی که مردم آمدن رأی دادن، گفت میذاریم مثل ماجرای بحرین، میذاریم رأی گیری و اینها، و مردم بدونی که بدونن عواقبش چیه رأی دادن که ما میخوایم جدا بشیم. اول خودش مجبور شد استعفا بده بره، این خانم هم یک کاری بود تو دولت، بعد این شد نخست صدر اعظم، حالا این با این کار خودش رو به اصطلاح دولت رو معلق کرده. در اصل میگه مذاکرات برگزیت باید وقتی آغاز شود که بریتانیا آماده باشد. بیایید فکرهایمون را برای یک توافق درخشان روی هم بگذاریم. رسیدیم به اون 10 تا زندانی. ببینیم که من یکم دیگه این تصویر رو اینجوری برای شما کوچکتر کنم که بتونیم مستند بهتون نشون بدیم. یکی از محاسن این تلویزیون این بوده که ما تا کنون هر چی گفتیم مستند بوده و از این بابت بسیار خوشحالم. من خودم نمیام بگم مثلا رضا خان تریاکی بوده، اگه کسی گفت میگم آقا طبق این کتاب، طبق این داستان، طبق این ماجرا اینجوری. بله میدونید که وقتی مثلا میگن 10 تا، از دهمی شروع میکنه. گفته انگلستان، اینجا بالاش نوشته top 10 countries with the highest prison population، همون چیزی که گفتم 10 تا کشور با بیشترین آمار زندانی در جهان. میگه که انگلستان 80,002 نفر زندانی داره. بعد ببینیم که بعدیش پولند یا لهستان 89,564 تا زندانی داره و اینا خب به تعداد جمعیتشونه. اینه که شما مثلا ببینید ساوت آفریقا، آفریقای جنوبی با 158,501 زندانی مقام هشتم داره، باز به خاطر نسبت جمعیتشون به تعداد زندانیا به جمعیتشون، که این پایین نوشته که مثلا زنها چند درصد هستن، آقایون چند درصدن، و پاپولیشن برای هر 100,000 نفر 334 نفر تو زندانه. بعد میاد شماره هفتش یوکرین، میگه برای هر 100,000 نفر 350 نفر. میبینید هی داره اعداد میاد بالا، چون اینا مقاماشون داره میاد به نزدیک میرسه. مثلا ششمیش مکزیکو هست که نوشته برای هر 100,000 تا 196 تا، ولی من نمیفهمم اونجا 300 تا بود شده هفتم، اینجا برای هر 100 تا نمیفهمم. در صورت این چیزی که اینجا نوشته منم دارم به شما نشون میدم. اینجا مثلا حتی ایندیا میگه پاپولیشن پر، میگه که برای هر 100,000 تا 30 نفر. خب این که بله پرژن پاپولیشن 332,112 مقام پنجم رو داره و برزیل مقام چهارم رو داره، روسیه مقام سوم رو داره، چین مقام دوم رو داره و با شرمندگی آمریکا مقام اول رو کسب کرده تو تعداد زندانی ها. 2,193,798 نفر زندانی داره. خیلی خوشحالم که اسم ایران تو این آمار نیست. و یک ویدیویی رو من گذاشتم روی، واقعا این ویدیو روی وبسایت روی فیسبوک آقای شادانلو بود و وقتی دیدم که آقای شادانلو هم فیسبوکش بعضی از چیزها رو نمیشه شیر کنیم، رفتم روی یوتیوب اون ویدیو رو پیدا کردم که نماینده مشهد فکر کنم باشه، یک نماینده، البته نوشتن نماینده شجاع، نماینده شجاع نیست، داره حرف مردم میزنه، به اصطلاح دستگاه قضایی ایران گفته شما 40,000 متر مربع میخواین زمین برای چی؟ چی بسازین؟ میخواین زندان بسازین؟ مردم زندان نمیخوان که. و شما وقتی اومدید حکومت 38 سال پیش 10,000 تا زندانی داشتیم، الان 220,000 تا. چیکار میخواین بکنید؟ میخواین 80 میلیون بکنید تو زندان؟ بعد اون مرد میگه نه، ما که نمیخوایم زندان بسازیم، میخوایم دادگاه و دفتر و اینا. میگه آقا دادگاه برای چی؟ یعنی تعداد چی میگن
خاطیان و محکومین و اینا. بعد آقای خیلی قشنگ صحبت میکنه، میگه شما یه نفر که میندازید تو زندان، خانواده این همسرش از لحاظ بی پولی ممکنه فاحشه بشه، تنفروش بشه، بچه هاش ممکنه درس نتونن بخونن، شما یه خانواده رو داغون میکنید. و اگر یه کسی رو انداختید زندان، باید پاش وایسید خرج اینا رو بدید. خیلی به نظر من ویدیو خوبی، اگه تونستید نگاه کنید. خب به این دشمنی سرزمین های نفتی کشورهای فلان نفت قطر، تکلیف جام جهانی فوتبال در قطر، ای آقا میگه من از بحر حسین اندر کبابم، تا از بحر یزید میدی جوابم. ما حالا نگران دنیا هستیم، نگران بچه ها هستیم، نگران آینده نوه هامون هستیم فردا، شما نگران فوتبال هستیم که 20 نفر 22 نفر هی میخوان بدومن مثل دیوونه دنبال یه توپی این ور زمین اون ور زمین. مراقب اصلا این ورزش ها امیدوارم تعطیل بشه، همش شده ماجرای پول و دیگه کسی برای مملکتش برای شهرش مسابقه نمیده، همش دنبال پوله. در صورت این دوستون مثلا شب رفته اون زیر پیداش. و اما باز در رابطه با الیکشن یوکی، همونجوری که بهتون گفتم خبرها اینقدر زود میاد تا عوض میشه، خبری که امروز می‌نویسم الان این ساعت می‌نویسم می‌ذارم اینجا، 3 ساعت دیگه به نظر میرسه که این خبر مال 30 سال پیش بوده و دیگه اصلا لازم نیست حتی ازش اسم ببریم. در صورت انتخابات انگلستان دیروز پنجشنبه انجام شد و نتیجهش هم اعلام شده. من فکر میکردم اگه کسی به نتیجه نمیرسه، یعنی به اکثریت نمیرسه، میرن دور دوم، ولی گویا اینجوری نیست و اون سیستم ائتلافی دارن که هر کسی به تعداد رأیی که آورده به اصطلاح کرسی ها یا صندلی های مجلس رو کسب میکنه. و اما اون فیلمی که نوشته بود تا آخرش ببینید و چرا این تیتر این فیلم نوشته تأسف از ایرانی بودن، با هم ببینیم. و اینجاست یک لحظه، و اینجا من صفحهشو اندازه صفحه اینجا کنم براتون و بریم ببینیم که چه حاصل می شود. امروز چهارشنبه 10 خرداد، یک خانم راننده ایرانی که در واقع میشه گفت یه شیرزن ایرانی، راننده یک پرایدی به این بزرگیه که حدود 8 تا پراید هم روش سواره، خلاص چرخ عقبشون این اقدار مشکل فنی پیدا کرده، خلاص چرخ هم بریده، مشکل پیدا نکرده، خلاص چرخشون بریده، بله بله، و خودشون دارن تعمیر میکنن و تماس گرفتن با یک از تعمیرگاه ها که واسهشون یه قطعه هم بیاره. 10 تا پیچان بریده، 2 تا بانتالی هم اومد گرفتن، بله. ای بنار خب پیچ میخوام، پیچ بیت میخوام، شما از کجا هستی خودتون اگه میشه معرفی بفرمایید؟ من مال قوم هستم. اهل قوم؟ بله. چند تا بچه دارید؟ 2 تا دختر دانشجو دارم. بله. یکیشون فوق لیسانس فیزیک هسته، یکیشون هم عمران. زنده باد، زنده باد. چند ساله که راننده هستی؟ چند سال که از سال 70 از سال 70 ولی شوهرم فلجه. بله. آمپول پنسیلین هم فلجش کرده. آخه بله، اشکاله که خدا شفاشون داره. بعد چی شد که روی وردید که این کار؟ نمیدونم، من زمانی که خب مجبور زندگی که مجبورم کرده این کار رو پیش گرفتم، ولی آخه کسی بهتون پیشنهاد داد این کار؟ نه نه، همه مخالفت کردن، پدر مادر، چون پدرم هم راننده تریلی بوده، 13 سال هم شاگرد پدرم بودم، ولی همه مخالفت کردم، هم خواهرم بردم، مادرم، پدرم، شوهرم، همه بچه هم، منم بچه هم خیلی من از وقتی دفت تفراتمون رو شناختیم مامانو به خودمون ندیدیم، ولی به خاطر این مجبور زندگی و از چیز زندگی، مشکلات زندگی مجبورم که این کار رو انجام بدم. یکی بعد من هم رو لوده کار کردم، هم رو گریدر کار کردم، هم رو جرسکر کار کردم، همه یه رجا کردم. آیا با عنوان یک خانوم وقتی تو مشکلاتی پیش اومده، با عنوان اینکه چون خانوم هستی و این شغل مردونه رو انتخاب کردی؟ مشکل دیگه اینا ها، این یه چیز الان رنگم رفته بود تو بیابون، اون لاستی که صافاستان الان داختمش، اون لاستی که تو بیابون درش آوردم، اینو همیشه 5 کیلومتر همزه لاستی که تو رونم آوردم، ولی مملکت ما مملکتی نیست،
وقتی که من دارم اینو هول میدم یا لاستیکو بلند کردم یا بوق میزنن یا چراغ میزنن، فکر کردم من تو جاده پیداش کردم. به جای اینکه بیان کمکم بکنن میگم که بزو ببینید چی میگه. واقعا من فقط از ایرانی بودنم تاسف میخورم، واقعا از خیلی خیلی مشکل. واقعا من چون این همه بیرون از ایران کار کردم، راننده ترانزیت هستم. من هم قزاق رفتم، آرمان رفتم، ترکمن رفتم، باکو رفتم، لهستان رفتم، همه جا روم رفتم، ایتالیا رفتم. بله. بله. خب حالا شما هی بیان بگید که من فرزند کوروشم چنین و چنان. این خانم کشورهای دیگه هم رفته ولی میگه که متاسفم از ایرانی بودنم. البته ناگفته نمانه خانم که شما ایتالیا رفتی، لهستان رفتی، این برانور رفتی، همین آمریکا اصلا فکر کنم بهش میگن کت کار. اصلا تبلیغات تو تلویزیون که نشون میده خانمه داره میاد از اونجا، اینایی که کارگر ساختمون هستن اینا کلاشونو برمیدارن، سوت میزنن، نمیدونم قیافه های چیز در میارن، شکلک در میارن، ولی خانم لبخند میزنه میره دنبال کاش. ولی این که کمک شما نکردن، دارید نمیدونم، اولا راننده ای که 10 تا پیچش بریده باشه و لاستیکش 10-5 کیلومتر اون ورتر افتاده باشه و اینا، یه کمی حالا دوستان واردن میدونن، نباید اگر سرویس ها رو به موقع انجام بدن چیزای اینجوری پیش نمیاد. ولی خب دیگه داشت والوالین رو نمیدونم بوربرنگ و اینا رو در آورده بود و منتظر بود. اون دوستم میگه منتظر قطع است، میگه منتظر قطعه نیستم، منتظر پیچم. خب پیچم یه قطعه هست از این مجموعه 8000 قطعه یا 800 قطعه ماشین، اونم یه قطعه است، یه تیکه است. حالا پیچ اسمش پیچه، او یکی اسمش پلوسه، نه هست، اینم از این ماشین. خب بریم ببینیم دیگه براتون چی داریم. 8 دقیقه دیگه مونده که بریم سراغ آقای شادانلو. امیدواریم که رسیده باشن و گفتم اگه یه وقتم نرسیده باشن مشکلی باشه میندازیم برای دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. و اما این دوستمون از خلیج فارس نوشته ناجی اللعلی یک نقاش کاریکاتور فلسطینی بود که در روزنامه‌های کویت کاریکاتور میکشید و نقاشی میکرد. به علتهایی عذرش را خواستند، به لندن مهاجرت کرد، در آنجا نقاشی و تو روزنامه کاریکاتور نقاشی میکرد و به روزنامه کاریکاتور میفرستاد. در یک کاریکاتور از یاسر عرفات و همسرش انتقاد کرد، بعد از چند روز در خیابان لندن ترور شد. این همون یاسر عرفات پلیدیه که من بهتون گفتم اومد ایران پولا رو گرفت از آخوندا، ولی موقع جنگ رفت با صدام حسین. بعدم همه این پولای مردم فلسطین رو خرج یه زنی کرد که زنم اصلا حالا دیگه حال روز نگیم بهتر، و همسرش انتقاد کرد، بعد از چند روز در خیابان لندن ترور شد، تا حال قاتلش یافت نشده یا قاتلش دستگیر نکرد. در این کاریکاتور که متعلق به سالهای 1980 هست، عربها را در حال ستیز نشان می‌دهد، در حالی که اسرائیل در داخل صحنه منتظر مبارزه یا به صورت انتظار در مبارزه طلب وایساده. اینجا هم با عربی نوشته، من خود کاریکاتور رو بهتون نشون میدم. یک رینگ بوکس کشیده و دوروبرش این عرب ها دارن با هم می جنگن یا به اصطلاح تو سرپه کال هم می زنن، و این اسرائیلی هم ببینید، این اسرائیلیه با لباس و کلاه خود و این هم ستاره داوود رو کلاهش نشسته اینجا که ببینه کدوم یک از اینا میخوان بیان به جنگن، ولی اینا فعلا دارن با همدیگه میجنگن. شاید هم میخوان مثل مسابقات هست برنده به جا وای میسن نیمه نهایی، یک چهارم نهایی، بعد میرن نهایی. شاید اینا بخوان خوب که همدیگه رو نابود کردن، بعد اونی که قوی تر و باقی مونده بره به مساف اسرائیل. و این هم یادی از یاسر عرفات با اون قیافه زشتش. خب میگه که اگر شماها هم مرد هستید این گوی و این میدان، ولی این دوستمون نوشته این گود و این فتوا، من اینو تا حالا نشنیده بودم این گود و این فتوا، ببینیم که چی میگه. این از این فتواهایی که آخوندهای جوان از آخوندهای پیرتر
مشکلات دینی رو میپرسن و فکرم میکنن که اوه چه مشکل بزرگی از دنیا حل شد. بذارید براتون از اولش پخش کنم و ببینید چی میگه. این چهار سه بفهم. یه گروه اجتماعی داره که مثلا گروه اجتماعی چیه؟ از زمان پهلوی اینطور شد. رضا شاه لعنت الله علیه وقتی آمد جلوی ازدواج موقت رو گرفت و جلوی تعدد ازدواج هم گرفت. ولی تو عربا مثلا تو سعودی دیده شده اونجا یه مرد چهار تا زن تو ماشین همه با هم نشستن، هم با هم رفیقن. مرد چقدر راه هست وقتی یه زن مریض میشه مرد به کاراش دستو نمیخوره، اون زنهای دیگه میبرن دکتر. خب اینم منطقه این آقا. البته یه دوستی هم به شوخی نوشته بود دلیل این که رضا شاه گفت تعداد زیادی زن نداشته باشی چون خودش تعداد زیادی زن داشت و راضی نبود. میدونه 4-5 تا زن داشته، درست مثل آریامه که گفت فرزند کمتر آسایش بیشتر، ولی خودش 5 تاشو رسمی داره، رسمی داشت، چند تاشو این ور اون ور داشته و خبر نداشتن و پول میدادن نمیدونم بزرگش کنن، پول میدادن سر به نیستش کنن، اینها بماند. و اما آقای سهیلی، این ایرج میرزای ما به اصطلاح، یک شعری رو فرستاده. من اولا خیلی میونه خوبی با شعر ندارم، چون فکر میکنم این شعرها ما رو بدبخت کردن، ما رو تنبل کردن. ولی نگاه کنید همون خط اولش، حتی جمله اولم نه، شهر تهران با هزاران سینما یادش بخیر. دوستان من که تهران نبودم، من شیراز بودم. شیرازم تا اونجایی که من میدونم 9 تا سینما داشت، حالا شاید هم بعد بیشتر، بگو 12. شهر تهران با هزاران سینما. خب آقا این وقتی میگن شاعر که به تنگ آید، نمیدونم قافیه که به تنگ آید، شاعر به جفنگ آید، اگه این شعرها رو فکر نمیکنم مال ایشون باشه، ولی باشه هم ما که تعارف نداریم با هیچ کسی. آخه خب این چیه؟ من اینو بخونم چه کار کنم؟ حواس تهرونی که هزار تا سینما نداشته بکنم؟ آرزوی چیزی هم که نداشتیم، حالا کوروش و شاهنامه و اینا کممون بود که حالا دیگه حسرت سینما بخوریم؟ واقعا تهران ما یادش بخیر، تخت جمشید و سپه میدان، کاخ و پهلوی، لاله‌زار و شهرزا یادش بخیر، راه بندان و شلوغی، داد و قال و جیغ و ویغ، فوتبال بچه‌ها در کوچه ها یادش بخیر. این درست همون چیزی که من میگم، ملتی که امروز چیزی نداره که بهش افتخار کنه، خونه ای نداره، گلی نداره، گلخونه ای نداره، میره دنبال کوچه خاکی، فوتبال تو کوچه خاکی، چی یادش بخیر؟ چی یادش بخیر؟ یه میافتادی زمین اگه پاد زخم میشد کزاز و سلم میگرفت. خب ببینیم آقای شادانلو هستش اینجا و اگر بتونیم با هم برنامه امروز رو ببریم. نه رفتم آقای، ببخشید، به جای آقای شادانلو رفتم آقای شهافر، چون فامیلشون یکیه. اولش شادانلو جهانگیر، اتفاقا ایشون هم اسمش جاویده. خب من نوشتم که سلام هستید که تست کنم، بعد ایشون برای من نوشته که نه من توی ترافیک هستم. گفتیم خب حالا امیدواریم که برسید به موقع، اگر باشن که برنامه رو با ایشون ادامه بدیم، اگر نباشن دوشنبه. الان جواب آمد که نیستن، ولی ایشون دو تا فیس چیز داره. ببینیم اون یکی دیگه چیه، یکیش جهانگیره، یکیش جهان. ولی نه، اونی که اون روز صحبت کردیم همینه. 43 دقیقه چقدر اون روز با هم بودیم. تست کنیم خودتون با اکو، یه بار دیگه زنگ بزنیم ببینیم وصل میشه یا نه. بله به نظر میاد که رسید جناب. به به سلام. بله وصل شدیم.
قربونتون برم، ولی من با تلفن دستیم از توی خیابون هستم. خب باشه یه جایی بزنید کنار که خطری نداشته باشه، همینجوری میتونیم صحبت کنیم و این روزا با تلفن هم میتونن صحبت کنن. دوست داشتی با تصویر، دوست نداشتی همین عکستون رو با روی فیسبوک و اینها نشون بدم، یا میخواین دوشنبه صحبت کنیم، هر جوری شما راحت ترین. قربونتون برم، بذارین برای دوشنبه، ممنون میشم. عذرخواهی هم کنین از شنوندگانتون و بینندگانتون. دوشنبه بسیار عالی. چشم، من الان به دوستان میگم. خیلی ممنون، قربونتون برم. به امید دیدار، آخر هفته خوبی داشته باشید. و همچنین قربونتون برم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، آقای شادانلو همونجوری که گفتم این مشکل ترافیک و اینها و نرسیدن به خونهشون یا آفیسشون و ما هم نمیخوام که دوستان مشکلی داشته باشن، مسئله داشته باشن. دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن نیویورک و 9 بعد از ظهر به وقت پاریس با آقای جهانگیر شادانلو خواهیم بود تا درباره کنفرانس ترکیه و نقش پیمان عارف صحبت کنیم. یه دوستی به نام ما پور بقایی گراف نوشتن استاد محترم فراموش نکنیم، اولا تو رو خدا به هر کس و ناکسی نگید استاد. این استاد یعنی چی؟ هر کی اومد نشست جلو تلویزیون میشه استاد من و شما؟ بابا بیچاره اونایی که زحمت کشیدن سالها، حالا یا گچ تابلو خورده بودن یا خاک جاده ها رو خورده بودن، سفرها رفته بودن، تجربیات کسب کرده بودن. ما حتی به شجریان میگم آقا نگید استاد، تا یه جایی مثلا یه محفلی یه چیزی که صلاحیت داره بگی بله ایشون استاد موسیقی شده. و یعنی چی استاد شدیم؟ دیگه در ببندیم فارغ التحصیل، دیگه نمیخوام چیزی یاد بگیریم؟ مثلا ممنونم، این لطف شماست، ولی این تعارفه، تعارف دروغه. تشریف بیارید قدمتون روی چشم خوشحال میشم. یه فیلم روشن میدیدم، خیلی هم فیلم بدی بود، اینقدر سر و صدا و جیغوی، اسمش بود مهمان مامان. یه نفر میخواست بچه خواهرش رو مهمونی کنه، حالا میخواست از یه طرف نشون بده که مردم ندارن، مشکل دارن، از یه طرف نشون بده که چقدر حتی توی خونه ها که مثل خونه قمر خانمه با هم همدلن، اون یکی مرغ میده، اون یکی برنج میاره و مهمونی اینا را میفته. ولی اینقدر جیغوی کردن، اینقدر داده بیداد کردن که اصلا من نتونستم فیلم رو نگاه کنم. این تعارف ها رو کنار بذاری. اون دوستی که من آقا ازش دعوت میکنم بگو نه آقا الان در سفرم نمیام، یا حتی اگه نیستیم اگه اونو دروغم بگی اون دروغه بهتر از این تعارفه. نمیدونم سپاس فلان که چه آقا سپاس، اصلا نمیدونیم سپاس یعنی چی. سه چیز را پاس بداریم. اصلا ببخشید من اینجوری با تون رک صحبت میکنم، چون بیننده برنامه من هستی، من هدفم اینه از این برنامه ها این تعارف معارف های دروغی و اینها رو بذاریم کنار. در صورت نوشته ایشون که فراموش نکنیم از لحاظ اقتصادی و رشد اقتصادی ایران و ارزش ارزی ایران در قبل از انقلاب در دنیا اول بود. والا من نمیدونم، شما یه جایی یه سند بده که پول ایران در دنیا اول بود. من نمیدونم، تو چیزای اقتصادی اصلا وارد نیستم و همیشه هم برای از خودم میپرسن این چیه، هی میره بالا میاد پایین. توی فیلم اتفاقا میگه آقا نمیشه وقتی میگن یه دلار میشه 3800 تومان بگیم مثلا 4000 تومان، که دیگه وقتی ما میخوایم جمع کنیم جونمون راحت باشه. فکر کنم مازیار جبرانی جوک میگه در این مورد، چون وقتی میره قطر و میره دبی و اینا میگه یه پولی که میدی، مثلا یه پول میدی یه جا بهت 3 دینار میدن، یه پول میدی یه جا بهت 1000 دینار میدن و اسمش همون دیناره ولی واحدشون فرق کنه اینا بمونه. درصد من نمیدونم این چیزی که میگی دوستم، من فقط دارم نقل قول میکنم. من برای یک مارک آلمان 17 ریال و نیم پرداخت کردم. دوست عزیز اگر فارسی مینویسی توی فارسی اعشار باید ممیز بنویسی، اون خط ممیز یا بهش میگن فورورد سلش. اشتباه میکنیم هممون که مثل آمریکایی یه نقطه میذاریم، این نقطه که میذارید بعض وقتا مثلا الان شده مثل 1705 ریال و این غلطه، در صورت که 17 ممیز نیم، این نیمم یعنی 5 روی 10، این خط کسری میاد اونجا. ایرانی ها برای اکثر کشورهای اروپا اصلا ویزا لازم نداشتن، ماشین دودی با راه آهن سرتاسری و دانشگاه تهران با مکتب خانه ها نیز قابل مقایسه نیستند.
من اصلا نمیفهمم یعنی چی. خب ماشین دودی تو دوره قاجار بوده، بعد تو دوره رضاخان قطار اومده. اینجوری که شما میگی بعدن آخوندا میگن قطار رضاخان که با زغال بوده یا مثلا با چی بوده با الان قطارهای برقی و مترو قابل مقایسه نیست. دوست عزیز چی رو میخوای ثابت کنی؟ بیا مهمون ما باش تا شما میتونی صحبت کنی، مردم نظر بده. من اصلا نمیفهمم اون چیزایی رو که میگی که عرض ما بالاترین بود و تو دنیا اول بودیم، اصلا قبول ندارم. دومه اون کشورهایی که ویزا نمیخواستن کشورهایی بودن که بنجالای این ایام کریسمس و اینها رو میخواستن به منوتوی بدبخت که به تقلید از این که خانم فرح پهلوی میره جنوب فرانسه، آقای شاه میره سوئیس، ما هم بلندشیم یک آلمانی بریم یه ماشین قرازه از اونجا بخریم بیاریم با ترس و لرز باجم بدیم، سیگارم بدیم، جوراب استارلایتم بدیم توی ترکیه و فلان، اینو بیاریم ایران، اولا پوز بدیم که ما رفتیم اروپا، حالا چند روز تو ماشین خوابیدیم تا اومدیم اینجا بمانند، بعدم این ماشین رو بفروشیم یه سودی ببریم. این چه اروپا رفتنی بوده؟ کشورهای ما الانم خیلی از کشورهای عربی، همون کشورهایی که تروریستا زدن اینجا 3000 نفر رو کشتن، بدون ویزا میاد اینجا بهش تعظیم هم میکنن. آیا این عربستان قابل احترامه؟ بعدم ماشین دودی با قطار، بله حالا قطار قرن 20 با قطارهای جدید که دو تا سیم بالاشه ویژ یا ریلش نمیدونم 6000 ولت 600 ولت داره میره، فردا آخوندا میگن آقا اون رضاخان بی خود بود، مال ما خوبه. اینا مال اینا نیست دوست عزیز، مال من و تو ایرانیه. بابای تو کار کرده، بابای من کار کرده، رضاخان که وای نسده بیل بزنه تا زده باشه هم. بله با این دشمنی سرزمین‌های نفتی و کشورهای نیازمند به نفت با قطر تکلیف جام جام. این دوستمون که خوندم گفتم آقا ولمون کن یا خانم ولمون کن، من اصلا نگران فوتبال نیستم، امیدوارم یه مسائلی پیش بیاد. این فوتبال آمریکا اول، بیسبالش نمیدونم، بعد این فوتبال دنیا منم نمیدونم به چی بود، مرد از انگلستان میارن برای آمریکا بازی میکنه، اون از ایران میره برای قطر بازی میکنه، اون یکی از اونجا میره برای اون بازی میکنه. خب این چیه؟ یا مثلا این مسابقه های ماشین سواری، یکی میره با ماشین ایتالیایی مسابقه میده، یکی با ماشین. خب تو چه هنری کردی؟ اگه یک کسی ساختش و خودش اول شد، بله این ماشین رو ساخته فورد ماستنگ و خودش هم اول شده، بله درصد همه چیزا ریخته به هم. حالا ما هم نمیخوام از کلا رنگ چی میگم نظم دنیا رو عوض کنیم. بله This is my number. آها میخوای بهت زنگ بزنم؟ باید از قبل آقای عزیزم، باید از قبل میگفتی، چون میدونی الان اصلا اینجا تلفن ندارم. اون وقتا شما میمدی اینجا یه تلفن اینجا بود ما زنگ میزنیم، ولی الان ندارم. و بذار برای دوشنبه، گرچه دوشنبه با آقای شادانفر هستم، بذار ببینم این چه ایریا کدیه، کجا هستی؟ بذار ببینم میتونم با این یکی زنگ بزنم روی اینترنت، گوگل وایس رو باز کنم و ببینم چیه. گوگل وایس، نمیپرسه که پسورد چیه. من که تو گوگلم الان بازم، باید اینم به هم بدی دیگه. نیکس، نه اینو قبول نکن. ببینیم پسورد همونه از بس زیاد داریم نوشتیم گذاشتیم اینجا. خب زدم که دیگه همینه. ها ایمیل تو میگه، ببخشید، چون حالا آقای شادانلو نتونستن با ما باشن، بذاری حالا که آقای عزیزان میگه با ایشون یه مصاحبه بکنیم ببینیم چیه این کنگره، یعنی چه. هر کی به یکی گفت بیا بلند شیم بریم ببینیم، همین بریم ببینیم چه خبره، خب بازار اونا رو گرم میکنیم، یا اینکه واقعا شما عضو این بودید. حالا ببینیم میگه بذار بهت چیز بفرستم. 78 49، بله زدیم. خب اینم از این، حالا ببینیم میذاره با این بهش زنگ بزنیم.
باورتون میشه برای یه تلفن اون وقتا قشنگ روی این صفحه بود میزدیم، حالا اومدن به جایی که آسونترش کنن مشکلتر رو بدترش کردن. این ایریا کدی هم که آقای چیز نوشته من اصلا نمیدونم، make a phone call to این بله call بله با هنگاوت میخوای، این هر وقت من هنگاوت میدم یاد هنگوور میفتم، اینا وقتی مشروب زیاد میخورن فرداش سردرد و حالت استفراغ اینا دارن، تو آمریکا بهش میگن هنگوور. راهش هم اینه که تا میتونید آب، کافی و چیزای چرب، ساندویج و این چیزا بخورید. بعضی حتی زرده تو آقای عزیزان اگه برنامه رو نگاه میکنه فیسبوک رو ببنده و با آقای عزیزان سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم، شما خسته نباشی، چطوری؟ خیلی ممنون، من رانندگی الان مواظب باش نزنی به کسی. نه توی بزرگ آقای سوربی بعدم از طریق فیسبوک برنامه شما رو میدیدن و وقت شده به چی بلوتوث اوکی حال میکرده یکم صدات قطع وصل میشه، اگه میشه فیسبوک رو خاموش کن که فقط با گوشی صحبت کنی. اوکی خب همین الان بعد فیسبوک هم قطع کردم تو گوشیم. الان خوبه همینجوری اگه بتونی همینجوری. اولا چرا اومدی اینجا به ما سر نزدی بریم با هم یه ناهاری کباب بازاری جای یک، دوم اینکه آیا شما جزء این ما شورای مردمی هستین؟ بله اولا این که خیلی دلم میخواست به شما سر بزنم. نه این دروغه تعارفه. نه 9 ساعت از آتلانتا رانندگی کردم، ساعت 2 شب واشنگتن رسیدم، بعد 4 ساعت توی یه هتل خوابیدم، صبح دیگه وقت کردم بتونم برم اونجا بعد این به اصطلاح کنفرانس اون سخنرانی رو انجام بدم، بعدم ویدیوهای لازمه رو ضبط کنم، بعدم که برگشتم هتل چون باید طبق معمول باید سر کار برم و دانشگاه برم دیگه وقتی نبود، یعنی به حالت یعنی امرجنسی اومدم و برگشتم. امیدوارم دفعه بعد بتونم. اما آنچه که مینامند شما مردم شورای مردمی، من اطلاعی از این سازمان ندارم، ولی خب مسئولینش بنده رو هم به هوای تعداد دیگه دعوت کرده بودن اونجا و منم رفتم اونجا در انجام سخنرانی دعوت کرده بودن در مورد مسائل ایران در کنگره، منم رفتم و بنابرای خودم تونستم فرصتی داشته باشم تا نظریات خودم رو به کنگره انتقال بدم. خب آقای عزیزا شما گفتی من اطلاعی ندارم از این ما شورای مردمی. خب یعنی ببخشید به منم تماس گرفته بود یکی که بیا ما قرار این کارو بکنیم و این کار، یکم که تحقیق کردم گفتم نه من نمیام. یعنی اگه اینجوری پیش بریم که یه روز آقای شهافر از استرالیا بیاد بگه کنگره فخرآور، یه روز شما بیاین بگید ما شورای مردمی، شما الان حتی اسمشو که میخواستی بگی گفتی ما مردم، بعد گفتی ما شورای مردمی، یعنی حتی تلفظ این اسم برای ما آشنا نیست. خود من تا اون روزی که شما برای من فرستادید این نوشته رو و توی یکی از روزنامه‌های لس آنجلس دیدم این شورا و اینا رو نمیشناختم و اصلا به نظر میاد وجود خارجی نداره، فقط اینا یه شو به انگلیسی چی میگن اینا تو مجلس اینجا که رفتن چی گفتن اسمشو؟ We the people. We the people. خب خیلی جالب. فکر کنم به نکته جالبی اشاره کردید. حالا چون دوستانی که منو دعوت کردن دوستان مستقلی هستن، از جمله جناب آقای رضا فرچی‌زاده که من از نزدیک میشناسم و وابستگی سیاسی یا گروهی ندارم، خب من ایشون رو میشناسم و طریق ایشون و یکی دیگر از دوستان که اونجا هماهنگ کردم من رفتم اونجا و راستش زیاد به این موضوعی که شما الان آوردید با
بالا فکر نکردم، ولی همین که گفتم یه فرصتی خواهیم داشت در مورد مسائل ایران و تغییر رژیم در ایران صحبت کنیم، من فرصت و غنیمت شمردم. پس نظر از این که حالا نهاد دعوت کننده چه اسمی داره؟ خیلی ممنون. خب حالا اونجا چی گذشت؟ اون آقای میهن اصلا چه کاره هست؟ شغلش توی دولت آمریکا چیه که دعوت کرده اینو اونو؟ بله، پاتریک، آقای پاتریک میهن سناتور جمهوری، به اصطلاح کنگرسمن جمهوری خواهه، که البته خودش هم اونجا نبود، استاف به انگلیسی میشه کارمند، فکر کنم کارمندش اونجا حضور داشت، هستن که یه دوربینی هم بود که مستقیم میتونستن اعضای کنگره و در اون اتاقی که ما سخنرانی می‌کردیم ببینن. حدود ما 10 نفر بودیم. خب اجندای برنامه چی بود؟ یعنی کلن ببینید، مثلا من بعضی وقتا میگم یه دوستی از این جورج میسون زنگ میزنه میگه که بیا صحبت کن درباره ایران، وقتی هم من میرم به عنوان یه ایرانی نظرات خودم رو میگم. شما وقتی آمدید اونجا گفتن چی؟ گفتن میخوان دولت تعیین کنیم، میخوان نمیدونم میخوان چی کار کنیم، آخه هدف چی بود؟ بله بله، هدف از این سوال بسیار اساسیه. هدف از این نشست این بود که همه 10 نفر، حدود 10 نفری که ما اونجا به عنوان سخنران اونجا داشتیم، ما طرح‌های خودمون رو در مورد نحوه براندازی رژیم جمهوری اسلامی به کنگره ارائه کردیم و خواهان تغییر رژیم شدیم همه چی. یعنی این که کنگره آمریکا الان دنبال افرادی میگرده که ازشون بپرسه ما چجوری رژیم ایران رو براندازیم، درسته؟ شما میدونید این کار از لحاظ قانونی تو آمریکا غیر قانونیه؟ من قانونیشون نمیدونم. ما آن که برای این بودیم که به پالیسی میکرها و قانونگذاران آمریکایی بگیم که ما این رژیم رو نمیخواییم، و چندین روش از یک هفته پیش، تقریبا 10 روز پیش، تقریبا همه روی طرح‌های براندازی، دقیقا من دوباره تاکید میکنم، طرح‌های براندازی که چه طرح‌هایی ما داریم ارائه دادیم و در واقع یه پرزنتیشن بود با ارائه راهکار که این رژیم چگونه باید میتونه بیفته و ایالات متحده امریکا به ویژه نقش کنگره و وزارت امور خارجه آمریکا در براندازی رژیم، تسهیل براندازی رژیم چگونه میتونه باشه، که از دیدگاه‌های مختلف به این مسئله یعنی هر چه از دیدگاه خودش به این مسئله پرداخت و در واقع به عنوان یک پیشنهاد ارائه شده. من ممنونم از شما، ولی امیدوارم حالا شما وقتی برگشتی بیشتر مطالعه کنی، مخصوصا در رابطه با این افرادی که شما را اتفاقا دفعه آخری که تو واشنگتن من و شما تو اون کمیسیونی بودیم که همین آقای چی اسمش کلا اینم بودن، فیلم برداری میکردید، شما دیدید اینا یه سری افرادی هستن، مثلا آقای سینا دبستانی شما میدونید، من اصلا سالهاست ایشون رو میشناسم، یه سری آدم های هستن یه مدت با رضا پهلوی هن، یه مدت میرن دنبال آقای نوریالا، یه مدت میرن، یعنی همون ضرب المثل هر جا آشه کچلک فراشه اینا هستن. و من قبطه میخورم، من پشت سر شما اون روز گفتم ایشون وقتی رفت دانشگاه من بهش گفتم آفرین کار خوبی کردی که ببینم عکس شما تو این جلسه هست، فردام یه نفر دیگه دعوت کنه عکس شما اونجا باشه، نوشته شما اونجا باشه، اسم شما اونجا باشه، و شما از خودت سوال کن دولت آمریکا که از 50 سال پیش تا حالا توی 50 تا کشور کودتا را انداخته، جنبشاش به اصطلاح حکومت‌ها رو سرنگون کرده، جنبشا رو داغون میکنه، اونا احتیاج دارن به طرح من و شما، بعدم ما بیان توی سالونی که من نمیدونم الان این آقای سعید عابدینی این طرح رو میخواد مخفیانه بگه یا میخواد علنی بگه یا فردا میرن میگن آقای سعید عابدینی که اصلا اونجا اومد در مورد نمیدونم چی دعوتش کرده بود، چه جوری اصلا تو موضوع صحبت نکرد، متاسفانه یه مقداری هم در مورد مسیحیت و خدا چیز کرد که مورد اعتراض بنده هم قرار گرفت. آقا این خارج، ما اینجا میخواییم طرح
براندازی رژیم رو داریم یا اینکه چگونه تغییر دین بدیم و با خدا رابطه برقرار کنیم؟ مسیحیت چجوریه که این اعتراض من وارد تشخیص داده شد و از ادامه صحبت ایشون در مورد این هم جلوگیری بعمل بود. آقای عزیزم من الان دارم عکس شما رو نشون میدم با آقای سعید عابدینی. بله خود من عکس دارم با جورج بوش. معنیش این نیست که من سیاستای جورج بوش رو تایید میکنم. من حتی گفتم اگر خمینی زنده بشه باهاش عکس میگیرم، اگر هیتلر هم زنده بشه باهاش عکس میگیرم. ولی شما فکر نمیکنید که اونا از شما استفاده میکنن؟ از جوانی که چند مدت تو ما توی ترکیه به چه مکافاتی، به چه بدبختی، حتی با اینایی که نفوذی اومده بودن اینجا شما چه مشکلاتی داشتی، چقدر اینا میخواستن ریشه شما رو با تیشه بزنن. حالا بیای به این سادگی بری با این آقا که میگی اصلا خودشم نمیدونسته برای چی میخواد بیاد اینجا. من میدونم ایشون برای چی میخواسته. ایشون فقط همون کسی که گفتم، ایشون تو برنامه فخرآورم بود، یعنی درست هر جا آشه. آقای عابدینی فراشه، الان بیکاره، الان بیخانمانه، الان زنشو طلاق داده، الان مشکلات خانوادگی داره. این فقط داره دنبال یک آب گلالود میگرده تا ازش ماهی بگیره، دنبال یک نمد میگرده تا ازش کلا بسازه. شما متاسفانه بدونی که متوجه بشید دارید این کارو براش انجام میدید. و به من بگو شما آیا اگه خمینی با دوستانشون رفته بودن، با رفسنجانی و اینها توی کنگره فرانسه گفته بودن این طرحهای ما هست، خب آقای بختیار طرحهاشون رو میدید، به قول معروف عکس العمل انجام میداد در مقابل اون طرح. مثل این میمونه که شما بگید من میخوام بیام به خونه سربی حمله کنم، ساعت 9-10 دقیقه شب از خیابون اینوری هم میام. خب من خیلی باید احمق باشم که بشینم که شما بیان حمله کنید. یا اینکه مخفیانه. جناب آقای سوربی، اولا در مورد مسئله که در مورد آقای سعید عابدینی مطرح کردی، سطح نظر از اینکه بنده در مورد مسئله مذهبیش موافقت ندارم یا اختلاف نظر داریم، اینه که خود زندگی خصوصی ایشون جدا شده نشده، این فکر کنم یعنی زیاد بالا بردن این مطالب فکر کنم درست نباشه، یعنی کاری نداره، زندگی خصوصی شه دیگه، حالا زنه طلاق گرفته. آقای عزیزان ولی این که آقای عابدینی بالاخره رفت اونجا به جرم مسیحیت و اصلا مطالب سیاسی نرفت، چه بدون ابراز عقیده، یعنی زندانی عقیدتی بوده و به لحاظ این که در مسئله معادلات زندانیان از طرف دولت آمریکا و دولت جمهوری اسلامی معادله شدن و توجه افکار بین المللی رو به خودش جلب کرد به خاطر همین مسئله، یکی تقریبا چهره شناخته شده ای شده و من قبول دارم ایشون رو حتی جلسه مجاهدین میره، جلسه سلطنت طلبان میره، در هر جلسه باشه ایشون هم میارن، حالا بعد خود میاد و ایشون هم میاد همون حرفایی که در همون جلسات گفته که چگونه چه چنده شدم چجوری منو گرفتن اون مسائل رو مطرح میکنه و اتفاقا اون ایشون هیچ طرحی هم برای براندازی و اینا نداشت. از نظر ایشون باید بشینیم به درگاه خدا دعا کنیم تا خدا اینا رو برداره. از نظر ایشون بله ایشون معتقد به دعا بود که اگه اینجوری باشه که اصلا هیچ کس نباید مبارزه کنه، زندان بره، بله شما منو میشناسید، خیلی رک و راست به شما بگم، وقتی شما میگید درباره زندگی خصوصی، خود شما میدونی زندگی خصوصی تو چجوری اینها کشوندن روی میدیا، چقدر اذیتت کردن. و یادت باشه خود شما و خود من چقدر زندگی رضا پهلوی رو گذاشتیم روی میز و زیر ذره بین. پس شما نمیتونی بگی زندگی خصوصیه. مثل اینه که من بگم خانم ترامپ زنش هست زندگی خصوصیه. به مجرد اینکه ترامپ آمد توی پابلیک لایف و میشه پابلیک فیگر، دیگه زندگی فامیلی نداره، زندگیش عمومیه و همه میتونن نگاه کنن. دوستان برید فقط بنویسید سعید عابدینی، اسم خانومش هم نمیدونم چیه، پناه سامتینگ دیورس، و ببینید که این آقا حتی از کلیس از زندان که اومد بیرون حتی به کلیساهایی که کمکش کردن پشت پا زد، نارو زد. و آقای عزیزان این آخوندا از خودشون بدتر
خودشون، یعنی شیطون هم پیش اینا ایوالا آورده. ولی آقا اگه شما رو دوبار گرفتن انداختن زندان، گفتن آقا نیا اینجا، ما آدم نیستیم، وحشی هستیم، آزادی بلد نیستیم، شما اگه دوباره رفتی اونجا خواستی حالا از طریق مسیحیت حکومت اینا رو بندازی پایین، خب میندازنت زندان دیگه. چرا شما امروز نمیری ایران؟ برای که میدونی با کی طرفی. چرا آقای سعید سینا دبستانی 40 سال اینجاست نمیره ایران؟ برای که میدونه با اونا طرفه. این آقا که میره دنبال یه چیز دیگه میگرده، دنبال این میگرده که حالا که برگشته میاد تو تلویزیون مصاحبه میکنه، میگه من تو زندان که بودم وضعم بهتر بود. آخه چه آدم احمقی باید باشه که بگه من تو زندان ایران، تو زندان آخوندا که بودم وضعم بهتر از این بود که الان برگشتم پرلو زن و دوتا بچه‌ام. شما اینا رو نمیشناختی که رفتی، قبول کن که اینا من اتفاقا با شما موافقم. اصل آزادی بیان چه من حدود 30 کنفرانس و پنل ویدیویی در این مورد گذاشتم. بله مطبوعات رسانه ها آزادن در مورد هر شخصی، مخصوصا اینکه فعالیت سیاسی یا فعالیت اجتماعی به صورت عمومی داشته باشه، اظهار نظر کنن، حتی در مورد مسائل خانوادگی. یعنی آزادی بیان یعنی محدودیت نداره. فقط گفتم که در این جلسه و در این میتینگی که بودیم برای من یعنی اهمیتی نداره، چون من تعمیت سیاسی قضیه برای من اهمیت داره. و در مورد این که شما گفتید خمینی و اینا این کارو نکردن، اسنادی که از سیایه اخیرا میدونید هر 30 سال یا 25 سال یه سری اسناد سیایه از حالت طبقه بندی خارج میشه. همین اسنادی که اخیرا منتشر کردن، حتی در مورد مجاهدین خلق، در مورد رضا پهلوی، چپا، توتگیا و حتی خمینی، نشون میده که چگونه دولت ایالات متحده آمریکا کمک کرده، حتی هم قبل پیروزی انقلاب هم بعد پیروزی، حتی خود این توده یا و چپا رو اسنادش بیرون اومده و الان تو خود سایت جایه به صورت پابلیک اکسس که اعلام میکنه که اینها چه افراد جاسوس های به اصطلاح شوروی هستن به حکومت تازه سر کار اومده خمینی، و خمینی همه اینا رو اعدام میکنه، متوجه کمک اطلاعاتی میکنه. یعنی منظورم اینه که ایالات متحده حتی به خمینی در به قدرت رسیدن کمک کرد. نقش کمک خارجی مخصوصا الان خیلی مهمه. الان رژیم خودش در قدرت واسطه به کمک دولت روسیه و چین این همه باج میده در دریای خزر، حد کشون یک ذره نفتشو ارزونتر بتوشه، به ثروتهای ملی ایران تو به هر راز زده فقط بتونه تو قدرت بمونه. آیا ما به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی که در ضعیفترین حالت ممکن هستیم قرار داریم الان، حق نداریم دست کمک به توی قدرت های جهانی دراز کنیم در جهت ترمیم این رژیم جنایتکار؟ نظر منو میخواین؟ نظر منو میخواین؟ هر کسی حق داره، هر کسی حق داره از هر جایی آمریکا یا هر قدرتی که به ما کمک کن، ما میخواییم این رژیم رو ترمیم. دقیقاً دقیقاً. من رژیم حق دارید، حق دارید، بذار جواب بدم آقای عزیزم، برای اینکه تو قدرت بمونه سرکوب بیشتر انجام بده. بذار جواب بدم. بله حق دارید، و خود من میدونید که بارها تو برنامه‌ام گفتم هر کسی از هر جایی میتونه برای منم پول بگیره. ولی یه چی یادمون باشه، خود شما وقتی رسیدی آتلانتا این نوار رو گوش کن، خودتون میگید بعد از 30 سال امروز اومدن نشون دادن که اینا کمک کردن خمینی به قدرت برسه، فردا کمک کردن دشمنای خمینی رو بهش نشون دادن، خمینی اعدامشون کرد، و امروز دارن به شما کمک میکنن که اینا رو براندازید. شما نگران فردا نیستی؟ ببین این که فردا چه اتفاقی میفته، من خب نگران فردا باشیم، الان کمک نگیریم که فردا چی میشه که اصلا منطقی نیست، منطقی سازگار. خب من سوال کردم، ما فعلا الان وضعیت اینه که ببین از وضعیت موجود الان دو ادمینستریشن ترامپ اومده سیاست های توازن‌تری داره نسبت به
جمهوری اسلامی و ما به عنوان اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی باید از این فرصت استفاده یا سوء استفاده یا هر چیزی که اسمشو بنامیم ادوانتیج کنیم و از هر امکانی در ضد براندازی رژیم کمک یعنی استفاده کنیم. حتی اگه شیطان به خود من به کمک کنه من این کمکشو میپذیرم. بسیار ممنون، بسیار ممنون. شما به من گفتید که وقتی که برسید ویدیو میذارید روی برنامه ها، اگه خواستید در مورد اون چیزایی هم که گفتید، شما گفتید پابلیک اکسس، البته پابلیک اینفورمیشن، الان اونایی که CIA اگه بنویسید تو وبسایت CIA اگه تایپ کنید تو بخش سرچ خمینی اند ایران، همشون میاد اونجا. بیش از 20 هزار سند سه ماه پیش منتشر شده و خود من هم یه تعدادی حالا جدا کردم و وقت ترجمه نداشتم. مثل خیلی جالبی بود داره دیدگاهشون نسبت به برخی از اپوزیسیون شاه، حتی مجاهدین خلق چیه، چیه چجوری دیگاه میکنه به توده چجوری. آمریکا ببین سیاست ها خودشو فلکسیبل میدونه. ببین در همون زمانی که جاسوسان حزب توده به اصطلاح شوروی و در ایران به خمینی لوح داد، در همون زمان جالبه که من اسنادشو در آوردم، حالا بعدا ممکنه به صورت یک خبری گزارش بدم بیرون، در همون زمان کمک میکرد به عراق تسلیحات نظامی میداد امریکا که بتونه به ایران حمله کنه. یعنی این ایالات متحده آمریکا یک سیاست کاملا پیچیده‌ای داره. الان ظاهرا گویا میخواد تقویت کنه مخالفین جمهوری اسلامی، و حالا باطنن چجوریه و این تا چه حد و تا چه میزان خواهد بود این حمایت بعد از اصطلاح روی کار و اومدن این ادمینستریشن جدید، این یه چیزیه که گفتم تو فلکسیبیلیتیه و نوسانات سیاست خارجی آمریکا زیاده فعلا نمیشه پیش بینی کرد، ولی الان اوضاع برای مخالفین جمهوری اسلامی جمع مناسبه برای اینکه از پتانسیل های مطلوب از کنگره گرفته تا مسائل دیگه لابی کردن و اینا بتونن استفاده کنند در دست تغییر و حتی تحریم های بیشتر جمهوری. خیلی ممنون، پس با ما در جریان باش و گزارش ها رو بده. مواظب باش، رانندگی هم سیف کن و به امید اینکه آخر هفته خوبی هم داشته باش. خیلی ممنون، خواهش میکنم، تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید تا این گزارش کوتاهی از میتینگ رو بیانم. ممنونم از شما. ممنون. دوستان عزیز، فیسبوک ایشون رو نشون دادم و میتونید اونجا عکسای این کنگره یا این گرده همایی رو ببینید و امیدوارم که به زودی هم خودشون گزارشاتی در این مورد بدن. البته آقای عزیزان خیلی فعال بودن قبلا، بعد که دانشگاه رفتن و اینها یه مقداری کمتر، باز دوباره فعالیتشون شروع شده. ولی دوستان نگاه کنید، این کلمه فلکسیبل یعنی انعطاف پذیری. اینو با پدر سوختگی اشتباه نکنید. من اگه بیام به شما بگم این 2 تومن رو بگیر برو اون ور، به اون یکی هم بگم این 3 تومن رو بگیر برو اون ور، این که انعطاف پذیر نیست، این یه آدم کلاش شیاده. آقای عزیزان اگر زودتر به من گفته بود، من بهش میگفتم تو آقا فکر میکنی از این آقای دکتر حمزه پور بیشتر نزدیک هستی به این آقای ترامپ و ادمینستریشنش؟ فقط اینا حالا هول شدن. خب یه جوونیه میگه الان که ترامپ مخالف ایرانه منم برم بلکه یه پیشنهادی بدم درست بشه. آقا طرح پیشنهادی شما برای فروریزی و نمیدونم از بین بردن جمهوری اسلامی چیه؟ میای تو کنگره اعلام میکنی؟ خب من اگر مأمور جمهوری اسلامی باشم قشنگ میام اونجا به عنوان دوست. یه نفر گفتم پیغام گذاشته بود که آقا شما مأموری، گفتم تو چقدر احمقی، مأمور که نمیاد به عنوان مخالف باهات، مأمور باهات به عنوان موافق میاد، حرف دلتو گوش میکنه، نقشاتو میفهمه، بعد پدرتو در میاره. فیلمای ایرانی رو نگاه کنید، وقتی زورشون نمیرسید به یکی که مخالفشون بودن میرفتن به عنوان موافق
دوستش میشدن، شب میبردنش کافه، برای جشن بزرگ را مینداختن، خوب که مستش میکردن، دیگه قدرت نداشت، چهار نفر میریختن رو سرش میزدن. چیزی که هست اینا نمیان بعد بگه آقا من تو درست میگی اشتباه کردم. کسی که میخواد مأمور باشه که نمیاد بشینه جلو تلویزیون، قشنگ اون زیرا اون سوراخا میره، یه دفعه یه کنگره ای را میندازه، از اینا اون دعوت میکنه. بعد یه لیستی دارن، اینا بهش میگن لانگ لیست و شورت لیست. از لانگ لیست شروع میکنه، هی طرف میگه نه 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 نه، میاد چند نفر آدمو پیدا میکنه، یه آدمش صادق مثل عزیزان میفته تو دامشون، یکیش مثل سینا دبستانی. شما برو ببین این سینا دبستانی، این مهندس شهر ما، تا حالا تو چند تا برنامه جنبش رفته. آقای دبستانی اولاق از یه جایی که رد میشه پاش توی گودی که میفته، دیگه وقتی میخواید بری، دیدید تو فیلم ها اسبه یه جای خورده زمین 4 سال پیش، حالا اونجا سبز شده، چمن شده، سوارشن دارن با سرعت میرن اونجا که میرسه اینجوری میکنه سواره پرت میشه پایین. بابا حالا ببخشید این دوست ما از خلیج فارس الان میگه باز دوباره به الاغا توهین کردی. نه آقا، این دوستای ما از الاغ بدترن. چند تا جنبش نوری علا، آقای رضا پهلوی، 10 تاشو من برات میتونم اسم بنویسم. حالا دیگه آویزون سعید عابدینی شدی. عابدینی با مجاهدین میره پاریس، نمیدونم با فخرآور میاد کنگره، با شما میاد اونجا. بعد آقای عزیزم میگه اصلا این کاری به چیز نداشت، این اومده فقط حرف خودشو بزنه. یکی به این بگه آخه مردک پوفیوز، اگر تو به مسیحیت باور داری و تبلیغ میکنی که مسیحیت خشن نیست، مسیحیت تو میزنی تو گوشش، گوش اونوریش میاره، پدر سوخته برو بشین توی کلیسا از صبح تا شب دعا کن تا حکومت عدل الهی بیاد. دروغ میگی. برید نگاه کنید رو تفنگای سربازای آمریکایی‌ها ورس یا آیه یا سوره های انجیل نوشتن، گول خودتون میزنید. بنده خدا بلند شده 9 ساعت رانندگی کرده اومده، خب اونایی دیگه که پول دارن لابد هواپیما و فرست کلاس، این 8-9 ساعت رانندگی کرده، شب رسیده اینجا 4 ساعت خوابیده رفته اونجا، بعدم با هتل تحویل بده دوباره برگرده بره. ولی از شما سوء استفاده میکنن. همین عکسی که میندازن میگن 10 نفرن، اون چلبی ها میرن پولشونو میگیرن میرن، دختر خودشون شوهر میدن، پسر خودشون نمیدونه عروس میشه، ولی شما ها میمونه با یه اسم بدی که آقا شما رفتی. و آمریکایی که شما میگی فلکسیبله، اصلا کلمه فلکسیبل اینجا به کار نمیخوره. اینا یه سری آدم دروغگو پدر سوخته بر حسب چیزایی که میخوان. تو شما خودشو ببین، از دسیسه نمیدونم کندی، نمیدونم ماجرای همین الان ماجرای ترامپ، ببین چجوری به جون هم دیگه افتادن. بعد یه آقای دلش برای شما سوخته، آقای میهن، پاتریک میهن، نامه نوشته، شما اومدید، اومد خودش نیومده اونجا. آخه چقدر مسخره باد باشه. بازم کنگره فخرآور حداقل اون طرف که اسم نوشته آوردتش اونجا، پول زیادتری بهش داده. اصلا غیر قانونیه که تو مجلس آمریکا بشینن براندازی یه حکومتی که تو یونایتد نیشن ثبت نام شده، یه حکومتی که هفته پیش انتخابات گذاشته. اینا اگه بخوانم براندازی کنن میان تو مجلس میگن آقا چقدر ساده هستید شما. نمیدونم والا دوستان، اگه میخوان شما بیان صحبت کنید، بنویسید نظراتتون این دوستان ببینن. آقای پرچیزاده یه جوون دانشجوی آمده و اینجا حالا یا پناهنده شده، حقوقش میدن میره درس میخونه و اینا، فکر کنم تو کانادا. من 2 بار سه بارم با ایشون مصاحبه کردم. اولی هم که اومده اون نشسته و قلیون میکشید عکس دود بهش کنه، آقا این عکس زشت گذاشتی رو فیسبوکش. تا از این بر میگی من مبارز فعالم، از این بر قلیون برای جوونا و عکس و فلان، نه برداشون عکس الان بهتون نشون میده. خب این آقا شما اومدی طرح براندازی تو پشت دوربین و جلو و نمیدونم پودیوم و فلان میخوای به همه بگی؟ بذار ببینم میاد عکسش. بفهم این آقای پرچیزاده، رضا پرچیزاده، برید رو فیسبوک. والا در صورت اینم از این ماجرا، حالا امیدواریم که بعد آقای عزیزان ویدیو میزنن روی فیسبوکشون یا ارسال میکنن ما نشون بدیم. شما هم اگه نظری دارید بیان در این مورد صحبت کنیم. ببینیم که روی اسکایپ دوستان وقتی ما میایم همین نیستن. های سلام، من میتونم حرف بزنم؟ نه عزیز من،
روی اسکایپ شما اگه نگاه کنید من نوشتم تماس بدون قرار قبلی اکیدن ممنوع. و اما باز برگردیم به برنامه خودمون، یه بار دیگه از آقای عزیزم ممنون که تماس گرفت و آمد صحبت کرد. بعد تأسف از ایرانی بودن اون خانم راننده کاریکاتور، و اگر مردی که اون آقا میگه نمیدونم رضاخان بوده که دستور سیغه و چند زنی رو اینها رو چیز کرده و اینها، ولی ببینید که هنوز هم هست و خیلی هم دارن تبلیغش میکنه. این تهران با هزار سینما یک دروغ بیشتر نبود که خوندم. من برای آقای سوهیلی هم نوشتم آقا شعری که اولش دروغه دیگه کی میخونه. و اما این نوشته 7 سال بشار الاسد می جنگد و اینطور در میار مردم می رود. تبلیغات و نمایش حسابش کرد. چرا رهبران دیگر این کار را نکردند؟ آقای احمدعلی مسعود انصاری گفتند ملک حسین آمد تهران، به شاه گفت بیا بریم میان مردم، محلش نگذاشت. بعد از 3 روز از دست شاه ناراحت و به اردن برگشت. البته من به این دوستم گفتم این فیلمی هم که شما رو توییتر فرستادید این یک ویدیوی تبلیغاتی بیشتر نیست، البته بازم خوبه. چرا خوبه؟ حالا براتون میگم. وقتی از این ویدیوها بیشتر نشون بدن مردم خود به خود میگن بابا اینا هم خوب مثل خود ما هستن، شلوار لیپ پوشیده این آقای بشار اسد دوستان، نگاه کنید تو خیابون داره میره. اون قسمت سوریه ای که من و شما شب تا صبح، صبح تا شب تو تلویزیون میبینیم خرابه و جنگ و فلان، اصلا ببینید با اینجا کاری نداره. اینجا هم به در دیوار پرده زدن لابد بعدم اومدن اینجا. این به نظر من فقط یه تبلیغاته و هیچی بیشتر از این نیست، ولی همین کارم بکنم باز خوبه. به نظر من این بشار اسد یه آدم عقب افتاده ایه، کسی که دکتر چشم است و کسی که تو اون کشور برنامه باباش و دیکتاتورشیپی و اینها رو دیده، حالا بیاد به عنوان رئیس جمهور، ولی رئیس جمهور دائم العمر نمیدونم دائم العمر چی باشه. خب این خیلی مسخره، خودشو مسخره کرده دقیقاً. و اما این خانم ترزا می، نگاه کنید این عکسایی که میگیرن، بعضی وقتا دیدید میگید که مثلا چرا 100 تا عکاس اینجاست؟ خب یه عکس بگیرن این خانومی که همینی که دیروز بوده، همینی که صبح بوده، ولی عکس یه حالت به خصوص، یه جای به خصوص، یه حرفی میزنه. اینه که اون وقت میگن یک عکس گویاتر از 1000 کلمه است. این عکس روش نوشته اوپس. این کلمه اوپس یعنی این چه کاری بود من انجام دادم به اینجا رسید. ماجرای همین انتخابات به اصطلاح زودتر از موعد. بله، یه دوستی هم نوشته که کاکو جون سلام، آبون ماه، ماهای جولای، آگوست توی پست شاد باشی با نوه بابایی. راستی چرا میگن نوه مامانی؟ منش نوشتم که مادرها از بس خوبن و مهربونن و اینها، و همیشه هر کی یه وقت چیزی میخواد بگه تعریف میکنه، یعنی مثل مادر باشی. من از همین به بچه ها میگم بچه مامانی. نمیدونم حالا تا خدا میدونه که عوض بشه. اون روز یه دوستی عکس یه آقای حامله ای رو فرستاد، البته این آقا قبلا خانم بوده، حامله شده، بعدا حالا جنسیتش عوض کرده، حالا با شوهرش. خدا که ماها رو آفرید گفت که فتبارک الله احسن الخالقین، این از آب در اومدی. حالا این آدمایی که خودشون عوض میکنن دیگه بعدا انسانیت و آدمیت و دنیا به کجا برسه من نمیدونم. درصد ممنونم، جوابش هم نوشتم براش فرستادم. و اما ببینیم که این دوستمون، آها اون عدنان خاشقچی بود که براتون گفتم، بیان با هم ببینیم که این پیر مرد. اولا نگاه کنید همه اینایی که ثروتمندن معمولا زناشون جوونن، و زنه هم خب محض پول با اینا اومده ازدواج کرده، و الا این که نبوده تو خیابون عاشق این بشه. چرا عاشق اون گدایه نشد که اون ورتر وایساده بود؟ عدنان خاشقچی دلال اسلحه ایران کانترا درگذشت پنجشنبه دیروز 18 مرداد. بعد نوشته که عدنان خاشقچی دلال اسلحه سعودی که در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و در جریان رسوایی ایران کانترا ماجرای مکفارلین یکی از واسطه های فروش تسلیحات
آمریکایی به ایران بود، در 82 سالگی در لندن درگذشت. این ماجرای مکفارلین، اون کلت طلایی، اون کیک زرد و نمیدونم قرآن و فلان، اینا رو برید ببینید، اینا همش هست دیگه. و خیلی برای من جالبه که آقای عزیزان خودش، حالا اگه یکی بود میگفت که من نمیدونستم این مدرک CIA پخش شده، خودش میگه مدارک 30 سال پیش الان دیگه آزاد شده، پخش شده، و خودش میگه حالا اومدیم گفتیم خب ما هم همون کارو بکنیم، همون کارو بکنید که اینا کردن. حالا بعد از 30 سال اینجوری شدن که ایران که میخواد سر به تنشون نباشه، شماها که میرید اینجا میخواین برای برشون نذید، شما میخواین همین کارو بکنید. و اونایی که میگن ما کمک‌های خارجی نمیگیریم، میدونن، میگن هر کی کمک خارجی گرفت، آقا بزرگترینش رضا شاه، بزرگترینش پسرش، کمک خارجی که بگیری مثل دستمال کاغذی، تا موقعی که احتیاج دارن تو جیبت نگه می‌داره، بله تو جیب بغل نگه می‌داره، همچی که استفادت کردن، اگه سطل آشغال باشه محترمانه میندازن تو سطل آشغال، اگه نباشه یه جایی تو پیاده روی چیزی تو جوبی میندازن میره. میخوان دستمال کاغذی باشی؟ ما نمیخوام. بله، اینم آقای خاشقچی. و بله آخرش هم پارکینسون گرفته. پارکینسون فکر کنم همینه که این لرزشایی که به دست و به بدنشون میاد اینجوری. و اما این دوستمون نوشته دیروز یکی به دکتر هولاکویی زنگ زده، گفت من از تو هوا بهت زنگ میزنم. دکتر هولاکویی انقدر خوشحال شده بود مثل اینکه پر در آورد. بله اینم یه ماجراییه. از اون ور به من و شما میگن تلفناتون رو تو هواپیما خاموش کنید، چون تلفنای شما ممکنه اینترفیر کنه با این رادار و نمیدونم چیزای هواپیما. ولی همچین که با کردیت کارت پول بدید، اون وقت شما میتونید از وای فای اونا استفاده کنید و به هر جا میخواین تلفن بزنید. این در عربستان است. جوانان یک مرد قطری را در خیابان با اهانت بهش رفتار میکنن، دنبالش میرن، بعد به ماشین و شماره قطر ضربه میزنن، در آخر به یک قطری که مشغول تعمیر ماشین است اهانت و پرچم قطر را از سردر شرکت‌های چند ملیتی پایین میکشن. خیلی ها عقیده دارن مسئله با مذاکرات حل خواهد شد، لکن با بیفکری شکافی درست کردن که هرگز این شکاف بسته نخواهد شد. اینم یه ویدیویه که دیگه همینه که گفتن. و اما بی بی سی و ایران ببینیم چی نوشته بود. خوب که من این خبرها رو گذاشتم، چون متوجه شدم که آقای شادانلو ممکنه نرسن به موقع به منزل. یا بله، راهنما اگر در حمله‌ای گرفتار شدی چه باید کنی؟ دوستان توی همین آمریکا هنوز به بچه‌ها درس میدن که اگر طوفان اومد تو مدرسه ها چه کار کنید، اگه حمله شد چه کار کنید. و این از دوره جنگ سرد هم بوده که اگر بمب اتمی منفجر کردن چجوری بری زیر میز و الی آخر. حالا تو ایران به خاطر این مسئله‌ای که شده و اینها نوشته که اینجا نوشته راهنما، لابد اون وبسایت اسمش راهنماست، اگر در حمله‌ای گرفتار شدید چه باید بکنید. واقعا این روزا میری سینما یه دیوونه میاد همه رو میبنده به رگبار، یا میرید نمیدونم کجا دیگه، بگی جای دیگه کنسرت، چه کار باید بکنید؟ میگه که وقوع دو حمله تقریبا همزمان به ساختمان مجلس ایران و آرامگاه خمینی در جنوب تهران یادآوری میکند که در دنیای امروز هر کس در هر جا ممکن است روزی در معرض چنین حملاتی قرار گیرد. احتمال چنان چیزی زیاد نیست، اما به هر حال باید برای آن آماده بود. اگر در جایی بودید که حمله اتفاق افتاد چه باید بکنید؟ این مطلب تلخیصی است از یادداشتی به قلم کامیلا روز بی بی سی. ذهنتان را آماده کنید. بسیاری از کسانی که از حملات تروریستی جان به در بردن میگویند که صدای تیراندازی را با صدای ترقه یا آتش بازی اشتباه گرفته بودند. آنطور که جان لیچ روانشناس موقعیت های خطرنگار که من بعد مدرس نظامی میگوید، این اشتباه بسیار مرسوم است. کسی که انتظار شنیدن صدای گلوله را ندارد فرض میکند صدای چیزی دیگر است، چیزی که با انتظارش همخوانی دارد، مثل صدای خالی کردن تیراهن از تریلی.
به گفته آقای لیچ، البته این هر کی بوده نمیدونم، والا تو ایران بود که تیرانه رو از تریلی میریختن پایین، بیچاره میگفتن زن حامله بچهش سخت شده، اینجا که قشنگ با دستگاه بلند میکنن میذارن. البته هنوز لابد تو شهرهای دور افتاده اینجا هم یه دونه از اون آچارا دارن که میندازن روی بیماه میچرخونن از اون بالا میفته پایین. و اما نشته زمانی که طول میکشد تا بفهمیم واقعا چه شده ممکن است به قیمت جانمان تمام شود. کسی که از قبل به سناریوهای ناگوار احتمالی فکر کرده باشد سریعتر میفهمد که چه باید بکند. همین که از خودتان بپرسید اگر اتفاقی بیفتد، حالا خب بابا میخوام بریم یه سینما، اول بیان وایسیم درها رو چک کنیم، جای اگزیتا رو نگاه کنیم، فکر کنیم اگه آتش سوزی بشه چی کار کنیم، فکر کنیم اگه یکی بیاد حمله کنه چی کار کنیم. این دیگه رفتن سینما رو به دهنمون زهر میکنه. از اون ورم خب نمیشه بیخیال باشی و به اصطلاح نادیده بگیری. در اصل ممنونم از دوستی که این رو فرستاده. و اما افشای هویت عناصر تروریستی حوادث دیروز تهران به اضافه تصاویر، خب یه مقداری دلخراش ما نشون نمیدیم، حالا درست تروریست مرده نشونش میدن ولی بالاخره انسان هیومنه. و افشای هویت هم یه بار گفتم 4 نفرن، بعد گفتم 5 نفرن، بعد حالا میگن 6 نفرن، بعد میگن یه زن باشون بوده دستگیر شده، بعد گفتن اینها به صورت با لباس زنونه از تو قسمت زنا اومدن به این خاطر تونستن، هنوز معلوم نیست. فیلم های ویدیو اینها هست، اینها رو اگر یک مملکتی کارش درست باشه نشون میده، بعد آموزش میده، هم آموزش میده به اداره اطلاعات خودش، هم آموزش میده به مردمش که چگونه با اینها مقابله کنن. باز برمیگردیم به اون شعر آقای عالی پیام، شعر نه یه نوشته موقعی که شما مشغول روسری بودید و مشغول سپورت خانما بودید و مشغول گشت ارشاد بودید، اینها اگر شما میگید مال داعش هستن، اینها داشتن نقشه میریختن مردم ایران رو ترور کنن و شما مسئول هستید. البته آقای رضا پهلوی هم لطف کرده، این از کرامات شیخ ما چه عجب، مش را باز کرد و گفت یه وجب، ایشون گفته که خب کشورهایی که تروریست ها رو حمایت میکنن حملات تروریستی هم بهشون میشه. یکی نیست بهش میگه آخه احمق، مگه انگلستان بهش حمله نشد؟ مگه فرانسه بهش حمله نشد؟ مگه اسپانیا بهش حمله نشد؟ مگه افغانستان بهش حمله نشد؟ مگه همین آمریکا که تو کوفتی نشستی اینجا بهش حمله نشد؟ من نمیدونم بابا، پول بده 4-5000 دلار ماهیانه یه نفر اولا بیاد چسب بزنه دم دهنت، حرف نزنی، ننویسی تا اون تایید کنه، تا هم شدی مثل ترامپ، همین یه دیوونه مثل این باید بره دنبال ترامپ. ترامپ به اینا مل نمیذاره. آقای عزیزان، از آقای سینا دبستانی بپرس آقای حمزه پور، دکتر حمزه پور کجاست که میمد تو تلویزیون های ایرانی میگفت فردای اون روزی که انتخاب بشه من با آقای ترامپ گفتم، ایشون هم به من قول داده، یکی یکی خودمون گوش، همین حمزه پور اینقدر قدش، گوش خامنه ای رو میگیرم میندازمش بیرون. حالا کجاست این موش که میخواد گوش اونو بگیره؟ ولی شما رو از آتلانتا میکشن، از کار زندگی باز میکنن، امیدوارم حالا یه پولی بهت داده باشن، حالا خرج سفری بهت داده باشن، میکشن میارنت اینجا که عکس بگیری در فلان کنگره. تا حالا چند تا کنگره ما داشتیم؟ تو کنگره شده کنگره در کنگره، ببخشید آقای قزوینی بودیم میشدیم کنگره لابو. نه آقای سوربی، کامنت مرا اشتباه خواندید، منظورم از دروغگویی تعارف است که شما عنوان کردید که به همه استاد فلان نگویید، تعارف و دروغ است. من نوشتم یکی به هلاکویی زنگ زد و گفت الان حالا فهمیدم، مرسی. دلیلش اینه که من تو این دوربینه میخونم خیلی کوچیکه، ما از رو نوشته های بزرگ که میخونیم یه صفحه که میخونیم 150 تا غلط داریم، حالا دیگه وقتی شما کوچولو مینویسی دیگه اینجوری میشه. ببخشید من الان درستشو میخونم. نوشتم که من نوشتم یکی به هلاکویی زنگ زد و گفت الان که با شما حرف میزنم دارم در تعریف میکرده، من فکر کردم تو هواپیما بوده. آره اینجا برنامه آمریکایی هم بعضیاش اینجوریه، یکی از شبا برنامه داره یه خانمی به نام دلایلا، یادتونه سامسون و دلیله، این اسمش دلایلا هست یه چیز، خانم لنگ بیچاره، خیلی خانم خیری هم هست، و این بعضی ها زنگ میزنه میگه چقدر خوب شد من بعد از 4 ماه تونستم با تو صحبت کنم.
من پیش خودم فکر میکنم این چه آدم بیکاریه، چهار ماه داره زنگ میزنه به این خانمه که راجع به دوست پسرش مثلا صحبت کنه. ولی هستم، من فکر کردم میخواد بگی یعنی از تو هواپیما دارم برنامه‌تون رو گوش میکنم، الان زنگ زده گفت الان که با شما حرف میزنم دارم در آسمان پازم. تو دکتر هلاکویی را خدا از ما نگیره که به ما خیلی چیز یاد میدی، شما خودت خدای بی‌نظیری و از این دروغ ها. من تا اونجایی که میدونم دکتر هلاکویی احتیاج به تعریف این دوستان نداره، ولی خب از نظر این که وقتی بلند میشه میره نمیدونم تگزاس، میره آریزونا، میره کالیفرنیا، کالیفرنیا که هست بتونن چند نفر برن بلیت بخرن و پول بدن، همینجا که میاد سالونا پر میشه، از این لحاظ خب اینا رو باید اینجا بهش میگن مومنتوم. مومنتوم یه چیزی که شما رو توی جوش و خروشی نگه میدارن. اینجا یه مسابقه آشپزی بود، دو نفر یکی اومد خال کوفت بود از اینجا تا اینجا یک گوشت برمی‌داشت، بعد ساعت گذاشته بود 4 ثانیه دیگه مسابقه قد حاضر، اصلا یه جوری انگار مسابقه فوتبال بود. می‌خواستن الان چی بهش بدن؟ بهشون یه پیشبند جایزه بدن. حال بله وقتی این پیشبند رو می‌گیری بعد توی فلان روزنامه می‌نویسه که مثلا پیشبند سفید از فلان آشپز گرفت، ولی اینا مومنتوم ایجاد می‌کنه. ما هم اگه بلد بودیم امروز ما هم جلسه می‌ذاشتیم ساعت نمیدونم بلیت بخرین $30 بیاین تو $50، نه اینجوری مجانی بیاین تازه بعدم بگین حالا که اومدی خیلی ممنون که اومد. درصد ممنون و متشکرم دوستان عزیز. ساعت 3:56 دقیقه است. برنامه بعدی آقای حسن ارشاد، ویدیوی 133 از برنامه‌های خودشون رو که ضبط میکنن درباره بهائیت صحبت میکنن. تو همه ویدیوها هم تا حالا دعوت کردن از دوستان بهائی که بیان و دارن، برید روی ویدیوهاشون نگاه کنید، اسمشون رو بنویسید حسن ارشاد یا ناصر دین و میبینید که توی پلتاک و اینها هم با دوستان مناظره میکنن، مصاحبه میکنن و الی آخر. ببینم چیز دیگه ای داریم اینجا. آقای ذوالفقاری هم لطف کرد اخبار 19 هم رو فرستاد، ولی ایشون ساعت 3:53 فرستاد، یعنی 3 دقیقه قبل. من حالا باز کردم دیگه متاسفانه وقتی نیست. دوستان عزیز آخر هفته است و 9 روز از ماه جون گذشته. اگر حمایت نکردید تا حالا حمایت کنید و به دیگران هم تلویزیون مردم معرفی کنید و دیگه چیزی ندارم که بهتون بگم. اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم، دوشنبه برمیگردیم. روز روزگار بر شما خوش.